فرودست هستم. یعنی که متوجه شدم که این تنها چیزی که توی من دیده اینه که من احتیاج به پول دارم، در صورتی که من دارم با این صحبت میکنم و میگم که من پول دارم الان و میتونم این خونه رو بگیرم. و اونجا وقتی که آمدم بیرون تصمیم گرفتم برم زبان یاد بگیرم، یعنی درست یک سال و نیم بعد بود. یعنی به علت همین بود که فکرم که خب من نمیتونم تا کی من میخوام در این موقعیت فرودست قرار بگیرم و نتونم حرف بزنم با این آدمایی که بیرون از من هستن. و بعد اون موقع شروع کردم رفتن و میدونین که برای آدمایی که تو سن به اصطلاح دیگه بچه نیستن و نوجوان و جوان هم خیلی نیستن، وقتی که میان اینجا دیگه یادگیری زبان به شکل کلاس و اینا به نظر من عملا نیست. بنابراین من رفتم دانشگاه نشستم و اونجا شروع کردم که با فکر کردن راجع به اینکه چرا این اتفاق افتاد، هم زبان یاد بگیرم و هم فکر کنم که بعداً هم شد سوژه کتاب‌ها. و اونجا وقتی که رفتم متوجه شدم که حتی فرانسوی‌ها یا کسانی که با ما برخورد می‌کنن، چه عرب‌ها چه مهاجرین آفریقایی‌ها، با ما به شکل مسلمان رفتار می‌کنن. یعنی دیگه اصلا مفهوم ایرانیت هم، مفهوم ایرانی بودن هم به اون شکل وجود نداره. چون اونا مثلا به محض اینکه من میرفتم رفتم در سوربن، اونجا درس بخونم در رشته جامعه شناسی، خب در سطح فوق لیسانس هم بود، در سطح لیسانس هم بود، بچه نبودن. و اونا همشون وقتی که من میگفتم که مثلا من از ایران اومدم، گفتم مسلم یعنی مسلمان هستی و با هم دیگه صحبت میکنیم. و من هر چیزی که به اینا توضیح بدم که نه لزوما من مسلمان نیستم، اصلا میدیدم که مطلقا این دیالوگ غیر ممکنه. چون اتفاقی که افتاده بود که اسمش بود انقلاب اسلامی و یک مجموعه هویتی که اونجا به وجود اومده بود باعث شده بود که اینا به هیچ عنوان نخوان غیر از این منو شناسایی بکنن. و بعد وقتی که رفتم توی جمع، یکم زبان بیشتر یاد گرفتم و رفتم تو جمع به اصطلاح مهاجران الجزایری و اینا، میدم که اونها که خودشون به هر حال الجزایری یا مراکشی هستن با من میگفتن که وقتی صحبت میکنیم سر اسلامگرایی، که حالا من همینجا بگم من تفاوت میذارم بین اسلام به عنوان یک مذهب که میشه راجبش بحث کرد اینا و اسلامگرایی به معنی ایدئولوژی سازی از مذهب، این دوتا برای من یکی نیست. و کارهایی هم که کردم بیشتر این بوده که نشون بدیم چه جوری این ایدئولوژی سازی اتفاق میفته و چه تأثیرات اجتماعی داره. به هر حال بگذاریم، وقتی که من میرفتم توی اون با اون خانم‌های آقایون الجزایری مراکشی آفریقایی که خودشون از کشورهای اسلامی میادن، وقتی که راجع به اسلام گرایی صحبت می‌کردم، اونا به من میگفتن سالای مثلا کی بود 88 89 میگفتن که امکان نداره توی کشور ما همچه اتفاقی بیفته که در ایران افتاده، شما چون ایرانی هستین برای شما این اتفاق افتاده. بعد من خیلی برام جالب بود چون از یه طرف اونا منو به عنوان ایرانی قبول می‌کردن، بعد من میگفتم خب چرا شما فکر میکنین که اسلامگرایی تو مملکت شما شانسی نداره برای رشد کردن، که اتفاقا درست برعکس شد بعدن. اونا به من میگفتن که به خاطر اینکه شما شیعه هستین و در این قضیه شیعه هست که مسئله به اصطلاح امام و این هیرارشی سلسله مراتب امام و اینا هستش که میتونه امام خمینی از توش بیاد بیرون. و من سعی میکردم بهشون توضیح بدم که اصلا مسئله شیعه و سنی نیست، مسئله یک ایدئولوژی سازی از مذهب هست، یک به اصطلاح اسلام گرایی یا اسلامیزم. البته توی زبان انگلیسی اسلامیزم همون معنی رو نمیده که تو فرانسه میده، در چه کم مشکله، ولی حالا اسلام گرایی رو توافق کنیم، یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی، مذهب لزوما نیست، یه جریان ایدئولوژیک سیاسی. ولی اونا به هیچ وجه قبول نمی‌کردن، میگفتن نه ما اولا با اروپا نزدیک‌تریم و ایران دوره از اروپا، خیلی کشور دوردستیه، دوم من که شیعه است، در نتیجه این انقلابی که اتفاقی که تو کشور شما افتاده غیر ممکنه که در کشور ما بیفته. درست 7 سال بعد مسئله گروه های اسلامگرا در الجزایر رشد کرد و بعد گفتگوی ما با هم دیگه عوض شد، چون اونا دیگه میومدن سراغ من که بیا ببینیم چه جوری بود که تو مملکت شما چیز تازه براشون جالب شد بود مسئله ایران، به خاطر اینکه همون مکانیزم ایدئولوژیک انجام شد. خب بعدن حالا ما میبینیم تو مصر و تونس و اینا در واقع همین مسائلی که اتفاق میفته، روندهایی که اتفاق میفته. بعد اون موقع که من شروع کردم به مسئله مطالعه کردن سر اینا، باز برخورد کردم به مسئله هویت و فرهنگ، چون اونجا متوجه شدم که بیش از هر چیز، چون شروع کردم کار روشنفکرای عرب رو خوندم، یعنی روشنفکرایی که مثل فاطمه مرنیسی، من نمیدونم چقدر اینجا شناخته شده است، ولی خب یکی از مهمترین کسانی هستش که راجع به مسئله اسلام و مدرنیت نوشته مثلا. و متوجه شدم که اساساً چگونه اسلام حتی در ذهن روشنفکرانی که
مثل خانم مرنیسی که به هیچ عنوان اسلامگرا نیست و برعکس آدم بسیار مدرنیه، چطور مسئله اسلام به عنوان یک مسئله هویتی و به عنوان در حقیقت یک چارچوب هویتی پیدا کرده. حالا این نکته رو یکم بیشتر باز میکنم به خاطر اینکه در مملکت خودمونم تقریبا همین اتفاق افتاده و وقتی که من شروع کردم راجع به مسئله ایران کار کردم متوجه شدم که درست همین روند هویتی برای ما اتفاق افتاده. یعنی برای ما در یک دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران اسلام تبدیل شده به یک هویت اجتماعی و از این هویت اجتماعی تبدیل شده به یک اوتوپیای سیاسی. یعنی اول این تبدیل شده به یک مسئله کاملا هویتی که گره خورده با یک اوتوپیای سیاسی و این اوتوپیای سیاسی رو خمینی هم به وجود نیاورده، بلکه یک مسیر خیلی طولانی‌تر و پیچیده‌تری رو که با هویت و فرهنگ در ارتباطه اثر گذرونده. خب وقتی که من شروع کردم راجع به کار روشنفکرای عرب صحبت فکر کردن بلکه همه چیز اصلا فکر کردن اساسا در دیالوگ صورت میگیره، دیدم که این مسئله هویت و فرهنگ مسئله بسیار بسیار مهم و اساسیه توی نحوهی که ما با دنیا رفتار میکنیم، نحوهی که حرکت میکنیم و نحوهی که یعنی در حقیقت ما میتونیم فرهنگ رو تبدیل بکنیم به یک امر منجمد، در صورتی که هیچ فرهنگی منجمد نیست، ولی میتونیم با ابزارسازی هویتی از فرهنگ، فرهنگ رو هم حتی منجمد بکنیم. و بعد وقتی که شروع کردم، حالا این قسمت سوم کار من بود، شروع کردم توی یک مؤسسه بین فرهنگی کار کردن، چون الان خود من مدیر اون مؤسسه بین فرهنگی هستم. ما کار میکنیم با مهاجرین، مهاجرین هم در فرانسه ایرانی ها اصلا زیاد عددی محسوب نمیشن. یعنی وقتی شما از مهاجرین حرف میزنین اصلا کسی از ایرانی ها حرف نمیزنه، بیشتر عرب ها هستن، افریقایی ها هستن، کشورهایی که فرانسه توش کلونی داشته قبلا، ترک ها هستن و چینی ها، ویتنامی ها اینا هستن. خب وقتی که شروع کردم با اینا کار کردم، دیدم که این مسئله هویتی در مورد نسل جوون، یعنی نسل دومی که از این پدر مادرها به وجود میاد، و مسئله فرهنگی چگونه میتونه تبدیل بشه به یک باز ابزارسازی هویتی، نه به شکل سیاسی ولی به شکل اجتماعی، یک معضلات بسیار جدی رو از نظر این جوونا و با فامیلا ایجاد کرد. به خاطر اینکه بسیاری از پدر مادرای مراکشی مثلا یا پدر مادرای آفریقایی نسبت به دخترانشون رفتار رو دارن که دیگه تو اون کشور در داخل خود کشور نیست، یا یک نوعی زندگی میکنن که اون نوع زندگی دیگه در خود کشور نیست. یعنی فرهنگ، اون فرهنگی که اونا آوردن منجمد شده و علت این انجماد هم اون به اصطلاح بسته شدن هویتی بوده، واکنش هویتی بوده در مهاجرت. حالا یک نوع دیگه اینو شما در لس آنجلس میتونیم ببینید، نه به شکلی که مثلا فرض کنیم برای یه خانواده فقیر میتونه مشکل ایجاد بکنه یا برای یه خانواده که امکانات نداره میتونه مشکل ایجاد بکنه، ولی وقتی که شما میبینید مثلا من رفته بودم توی وستوود، توی احساس میگم که زمان اونجا مثلا اینکه ثابت شده و این اصلا اون ایران امروز نیست. یعنی یک ایرانی رو آدم‌ها در اونجا، یعنی ماها میتونیم زندگی بکنیم یا حتی مثلا تو فرانسه میتونیم زندگی بکنیم که دیگه لزوما ربطی به اون ایرانی که الان وجود داره نیست. یعنی اینا در حقیقت بهش میگن به فرانسه توقف روی تصویر، از نظر جامعه شناسی فرهنگی میگن توقف بر یک تصاویر فرهنگی. یعنی شما یه جایی رو این تصویر رو وایسادین و دیگه از اون کارپستاله نمیتونیم بیاین بیرون، ولی دیگه زمان گذشته و شما تو همون کارپستاله دارین زندگی میکنین. و این در مورد مسئله پدر مادرها، بچه‌ها چگونه با دنیای دیگه ارتباط برقرار کردن، که حالا این خودش باز یک بحث خیلی مفصلی. حالا پس بنابراین به طور چارچوبی ما میبینیم که این مسئله هویت، فرهنگ و مهاجرت میتونه به اشکال متفاوت بحث بشه. حالا من نمیدونم کدوم، چون وقت زیادی هم نداریم، کدوم یکی از این جنبه ها برای شما میتونه جالبتر باشه که بتونیم از اون موضوع عمیق بکنیم این مسئله یه رابطه بین، یعنی این نکته رو که من میخوام، مهمترین نکته که امشب میخواستم مطرح بکنم هست اینه که هویت و فرهنگ مسائلی هستن کاملا پویا و این نحوه در حقیقت برخورد با اینا هستش که در یک شرایط مشخص میتونه هم هویت بسته بسازه و هم فرهنگ بسته بسازه و چگونه ایدئولوژی های مذهبی و سیاسی اینها رو تبدیل میکنن به یک ابزاری، این به اصطلاح استراتژی های هویتی درست میکنن و به این دلیل هم هستش که این استراتژی ها در دنیای امروز جواب میده.
یعنی اگر ما نتونیم این مسئله هویت و فرهنگ رو با مسئله استراتژی هویتی و مسئله جهانی شدن ربط بدیم، نمیتونیم بفهمیم که چرا در تونس، چرا مثلا فرض کنیم در تونس که یکی از کشورهایی که توش سکولاریسم رشد بسیار زیادی کرده، چرا بعد از انتخابات مثلا اسلامی‌ها که به هیچ عنوان در اون انقلاب تونس شرکت نکردن رأی اکثریت رو میارن. البته رأی اکثریت هم خیلی قابل بحثه، چون این چیزی که توی روزنامه گفتم واقعیت نیستش، اون چیزی که در تونس اتفاق افتاد نیست، یعنی 90% و 40% اینا خیلی شیفره، یعنی در واقع اعدادی که داده شد خیلی خیلی نسبی میتونن بشن که بعدا میتونیم تو بحث بهش برگرد. جهانی شدن این مسائل بین هویت و فرهنگ رو بهش، ربط بین هویت و فرهنگ و جابجایی رو تشدید کرده و مسئله استراتژی هویت رو بیشتر بهش چیزه، چون از یک طرف ما مواجه هستیم، یعنی در حقیقت جهانی شدنی که بر پایه رشد کاپیتالیستی صورت میگیره، چون که وقتی ما از جهانی شدن حرف میزنیم، این جهانی شدن در واقع کالایی شدن فرهنگ هم هست. در حقیقت اون چیزی که دنیا درش مشترکه لزوماً ارزش‌های فرهنگی یکسان نیست، بلکه محصولات فرهنگی یکسان. این دوتا رو نمیشه با هم دیگه قاطی کرد و اگه اینا رو قاطی کنیم دوچار مشکل میشیم، چون مثلا شما میتونید برید در آفریقا و ببینید جوونا همون موسیقی رو گوش میدن، همون جوری لباس میپوشن، ولی وقتی که با این جوون صحبت میکنید یه دفعه میبینید یک ارزشایی رو مطرح میتونه بکنه که هیچ ربطی با اون ارزشایی که شما فکر میکنین ارزشای مدرن نداره. مثلا میگه که من اگر خواهرم به کارت چه از دست بده خودم میکشمش، ولی همین جوونی که مثلا میتونه اینترنت نگاه کنه، گوش بده، میتونه موسیقی گوش بده، میتونه، یعنی منظورم اینه که ما وقتی که از جهانی شدن حرف میزنیم باید ببینیم که این جهانی شدن در حقیقت صدور کالاهای فرهنگی لزوماً به معنی انتقال فرهنگ نیست، یعنی منظورم به معنی این نیستش که همه دنیا، تازه تو خود آمریکا و در خود فرانسه و در همه این کشورها ما از ارزش‌های جهان شمول میتونیم حرف بزنیم، یعنی یک ارزش‌های جهان شمولی وجود دارن که حتی سازمان ملل اینا رو به رسمیت شناخته که عبارت هستن از حقوق بشر و غیر و اینا، ولی این به این معنی نیست که در خود فرانسه همه در این ارزش‌ها با هم دیگه مشترکن، و این به این معنی نیست که این ارزش‌ها لزوما صادر میشن. حالا غیر از اینکه صادر نمیشن، در خود فرانسه هم که من بهتر میشناسم اینجوری نیست که تمام فرانسوی‌ها این ارزش‌ها رو قبول داشته باشن، یعنی همچنان که یک شاعره فکر می‌کنم نمی‌دونم ام سزر یا هر کس دیگه است، ولی به هر حال یه نامه‌هایی وجود داره که یعنی یک قطعه ادبی وجود داره که توش یک نفر که داره در روم اعدام میشه در زمان موسولینی تحت فاشیسم، یک نامه‌هایی به معشوقش می‌نویسه که این هستش نامه‌هایی به معشوقم شب قبل از اعدام، و در اون نامه‌ها میگه که من چند روم رو شناختم، یکی روم فاشیست که فردا منو می‌خواد اعدام کنه، یک روم هنر رو شناختم، یعنی رومی که توش این همه تجلی هنر هست، و روم اومانیست رو، رومی رو که انسان‌گرا شناختم، یعنی چند روم رو در یک روم. من فکر میکنم در همه جای دنیا این هست، یعنی وقتی که مسئله هویت و فرهنگ رو نگاه میکنیم، اگر که این لایه های متفاوت رو نگاه کنیم میبینیم که چند ایران داریم و چند فرانسه داریم و چند آمریکا داریم. وقتی که داریم از آمریکا حرف میزنیم از کدوم آمریکا حرف میزنیم؟ از وقتی داریم از فرانسه حرف میزنیم از کدوم فرانسه حرف میزنیم؟ امروز مثلا در فرانسه دست راست افراطی حداقل 20% رأی داره، این فرانسه دست راست افراطی است. یک فرانسه انسانگرا داریم که خب همچنان به حیات خودش ادامه میده، یک فرانسه دست چپ داریم، یک و مطلقاً اینها در ارزش‌های فرهنگیشون با هم دیگه لزوماً یکی نیستن. یک مجموعه فرهنگی تعلق به فرانسه برای اینها هویت عمومی هست، زبان فرانسوی، به اصطلاح آشپزی فرانسوی، نمیدونم تاریخ فرانسه تا جایی که ازش مطلعن، ولی ممکن اصلا مطلع هم نباشن. خیلی از فرانسوی‌ها اتفاقا چند روز پیش صحبت می‌کردم، یکی از دوستان میگفت مادرم برده بودم برای اینکه آمریکایی بشه، از اسرائیل کردن دو تا رود بزرگ تو آمریکا، بزرگترین رودها کدومن؟ بعد خب ممکنه شما وقتی که میرین تو خیابون از آمریکایی بپرسین، اونا ندونن این سوالی رو که از یک مهاجر میکنن که بخوام بشنوم. تو فرانسه هم همینطوره، بسیاری از سوالایی که میتونن بکنن لزوما خود فرانسوی‌ها نمیدونن، ولی اون احساس تعلقی که تو فرانسوی‌ها وجود داره کاملا روشنه که این وجود داره، و کاملا روشنه که من مثلا فرض کنین شهلای شفیق فرانسوی نیستم، گرچه من فرانسوی ایرانی میتونم خودم رو محسوب بکنم، ولی دیگه معلومه این
به یک دلایل، یعنی منظورم اون هویت عمومی معلومه که من کجای این هویت قرار میگیرم. این بس تا اینجا روشن. ولی از اینجا به بعدش طبیعتاً من به یک فرانسوی که اون ارزش‌های جهان شمول رو که من بهش معتقدم بیشتر نزدیکم تا به یک ایرانی حزب الله. این دوتا خیلی روشن، یعنی هویت از نظر هویتی مسلماً من ایرانیم و به یک جامعه ایرانی تعلق دارم که این جامعه توش حزب اللهی هم هست، آدم انسانگرام هست، من دست راستی هم هست، دست چپی هم هست، من به اون ایران متعلقم، این هویت عمومیه. ولی از نظر تعلقات هویتی شخصی فردی من مسلماً به یک فرانسوی با یک آمریکایی میتونم توی اون چارچوب بیشتر جا بگیرم تا تو چارچوب حزب الله، همچنان که یک حزب الله ایرانی میتونه به یک حزب الله لبنانی بیشتر نزدیک باشه تا به من. یعنی مولوی اینو توی اون یکی از این شعراش خیلی خوب گفته که ای بسا ترک هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، بعد آخرش هم میگه همدلی از هم زبانی خوشتر است. در واقع اون برمیگرده باز به اون جایی که شما اون تعلقات و اون چارچوباتون خودتون تعریف میکنی، یعنی برمیگردیم باز به اون مفهوم انتخاب که من در اول بحثم گفتم. حالا تموم میکنم با یک مفهومی که خیلی مهمه که فکر کنم شاید چقدر وقت دارم. خیلی خوب، اگه وقت دارم پس یه مفهومی هستش که خیلی مهمه که برای تمام پدیده‌هایی که من راجع به صحبت کردم مهمه، اسمش هست یه فیلسوف یونانی الاصل فرانسوی هستش که خب من با اون کار میکردم و این مفهوم رو مطرح میکنه و جزء به اصطلاح پست مارکسیست‌ها هستن، یعنی کسانی هستن که میرسن به یک در حقیقت به نمیدونم چه شاید بعد از هانا آرنت بگم، به خاطر اینکه هانا آرنت در حقیقت فیلسوف آلمانی، خانم فیلسوف آلمانی که بیشتر در آمریکا زندگی کرد و آثارش هم اینجا نوشت، در تبعید بود، اون مسئله آزادی و عمل رو مطرح میکنه، یعنی مسئله اینکه آزادی در یک عملی وجود داره، وقتی که شما دست به یک کنش میزنین و عمل هم ویژگیش اینه که بازه، مثل این قضایه که جنبش هایی که امروز به وجود آمدن که معلوم نیست به کجا میرن، ولی اساساً عمل هویت سازه، یعنی آدمی وقتی که خودش رو در یک کنشی درگیر میکنه انتخاب میکنه که کجا وایسته. یه سری چیزایی رو به ارث میبره، خب طبیعتاً اونا جزء هویتش هستن، مثل حتی مثل کاپیتال ژنتیکش، یعنی به عنوان سرمایه ژنتیکش، خب معلومه وقتی که من از یک پدر مادری به دنیا میام اونا تو من هستن حتی اگر خودشون دیگه نباشن، ولی غیر از اون بقیه چیزایی که من میکنم در یک روندیه، در یک روند یک انتخابهایی هست که اون انتخابها هویت ساز میشن برای من و این در سرنوشت یک ملت هم همینه. حالا وقتی که این فیلسوف این بحث رو میکنه، بحث معناهای تصوری رو مطرح میکنه، معناهای تصوری اجتماعی، یعنی چون سر دموکراسی خیلی کار کرده، بحثش اینه که شما در هر جامعه ای مثل هر فردی باید به سه تا سوال اساسی جواب بده، سه تا سوال هویتی اساسی. یک، کی هستم، از کجا میام و به کجا میرم، این سه تا سوال باید بگه، یعنی از کجا میام و به کجا میرم، اینا رو اگه بخواد جواب بده. بعد بر اساس این میگه که هر جامعه یا هر فردی به این سوالها که جواب میده یک معناهای تصوری داره، یعنی خود اینا یه معناهایی هستن که تصویر میکنه در ذهنش، لزوما نیستش که حتما اینا اتفاق میفتن، و این معناهای تصوری شکل میدن به جامعه. و در دموکراسی این معناهای تصوری به شکل رادیکالی عوض میشه، یعنی مثلا فرض کنید اون کار کرده رو جامعه یونان قدیم و رو جامعه اروپای معاصر، یعنی این معناهای تصوری به طور مطلق و ریشه‌ای تموم شدن، یعنی اون میراث‌های قبلی سیاسی و اجتماعی، مثلا فرض کنید در فرانسه سیستم شاهی دیگه، شاه‌های فرانسوی رو همه میدونید دیگه، به هر حال رمان‌های زیادی راجع بهش شده، فیلم‌های زیادی هست، و سیستم در فرانسه دو تا قطب مهم کلیسا بوده و شاه بود. و در اونجا نوبلس، یعنی اون چیزی که میگفتن آدمایی که خیلی شأن و مقام دارن، خونی بوده، یعنی شما نمیتونستین مثلا امروز برین در فرانسه مثلا میگن الکساندر دو، بعد یک دو هست جلوی یک اسم، یعنی کسی که از این خاندان میاد، مثلا دوله اون موقع، مثلا فلان و دوله، نمیدونم بهمان و دوله، اینا همش چیزهایی بوده که شما نمیتونستین انتخاب کنین که فلان و دوله باشین، بعد از این خاندان باشین،
این یه چیز ارثیه، خونیه. ولی وقتی که حقوق بشر، یعنی مانیفست حقوق بشر میاد، انقلاب فرانسه اتفاق میفته، اینا در حقیقت تمام این یک گسست تاریخی انجام میگیره با این معناهای تصویری. یعنی شما در یه جامعه زندگی میکنین که دیگه در دموکراسی، حالا چه در آمریکا چه در فرانسه در جاهای دیگه، در حقیقت شما یک مراجع بالای جامعه ندارین که بهش رجوع بدین برای معنای تصوری. مثلا این جامعه به خودش برمیگرده. مثلا فرض کنین جامعه آمریکا وقتی که اون متن انقلابش رو نوشت، مجموعه خودش رو تصور کرد به عنوان یک مجموعه از شهروندان آزاد، دیگه به هیچ جایی وصل نیست. درسته که روی اسکناس های دلار ممکنه عکس به اصطلاح مذهب یا مفاهیم مذهبی بشه، ولی این جامعه تعریف خودش رو دیگه با اون مراجع فرا اجتماعی نمی کنن. به این یک معنای تصوری جدید میده به جامعه. یعنی نه، و اون میگه، و در واقع بحثی رو که مطرح میکنه که به نظر من خیلی اساسیه اینه که این امکان توی تمام جوامع بشری و نزد هر فرد وجود داره که این معنای تصوری رو عوض بکنه. ولی برای این که این کار رو بکنه که خودش هویتش رو نه که عوض بکنه، ولی در واقع تغییر جدی بده، ولی به شرطی که معناهای تصوریش عوض بشه. یعنی اون تصویر رو که داره میده برای اینکه از کجا میاد و به کجا میره تغییر کنه. حالا در انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی در زمینه‌های انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ به نظر من اون معناهای تصوری که نزد جامعه ایران بود و روشنفکران ایران بود، چون فراموش نکنیم که توی انقلاب مشروطه، مثلا تو انقلاب مشروطه شما وقتی که کارهای فریدون و آدمیت رو نگاه می‌کنی یا خانم جانت آفاری رو نگاه می‌کنی، می‌بینین که در انقلاب مشروطه طبقه متوسط ایران، وقتی میگم طبقه متوسط، خیلی در اون زمان محدود بوده ولی وجود داشته. یعنی مثلا بازرگانان، روحانیان روشنبین، به اصطلاح تمام کسایی که جزء طبقه متوسط بودن، اینا نقش خیلی مهمی تو ایده های مشروطیت داشتن. گرچه میشه گفت که آدم ها خیلی بی‌سواد بودن یا هر چیزی، ولی ایدئولوژی نهضت مشروطه یک ایدئولوژی هستش که یک تصویرهایی رو از جامعه میریزه. یعنی میگه استبداد شاهی تمام بشه، بعد ما بریم مثلا کنستیتوسیون بیاریم، مثلا قانون اساسی بیاریم، شاه استبدادش محدود بشه. نمایان یعنی یک معنای تصویری میده که هیچ ربطی به اون چیزی که قبلا بوده نداشته. و اسلامگرایی، یعنی مثلا خواجه شیخ فضل الله نوری که رهبر مشروع خواهان هست، چون اونا میرن میگن ما مشروع میخوایم، یعنی معنای تصوری ما مشروع است، قانون شرع باید بیاد، که بعدها خمینی میگه که فضل الله نوری پدر انقلاب اسلامی ایران بود. که واقعیتش، یعنی خمینی میگه ما رفتیم، یعنی چیزی رو که ما در ایران پیاده کردیم چیزی بود که اونا شکست خوردن در انقلاب مشروطه. حالا شما تصورش رو بکنید، یه جامعه‌ای که مدرن شده، این همه طبقه متوسط توش رشد کرده، این همه تحصیل کرده داره که زمان مشروطیت نداشت، چطور میشه که شیخ فضل الله نوری اونجا شکست می‌خوره، در این انقلاب پیروز میشه؟ خب این یه سوالات جدی هستش که وقتی که بخوایم راجع بهش فکر کنیم، من به این نتیجه رسیدم که البته الان وقت این بحث نیستش، یعنی کتابی که بعداً در میاد، همین کتابی که اشاره شد به زبان فرانسه است و امیدوارم ترجمه بشه زودی در بیاد، این بحث رو به طور مفصل‌تری باز کرد که بعد از، به نظر من بعد از مشروطه، وقتی که این وقتی که سلسله پهلوی به قدرت رسید، شاهان پهلوی در حقیقت معنایی که داشتن از جامعه، خدا شاه میهنی که در حقیقت به عنوان یک تصویری ارائه دادن به جامعه و دنبالش هم رفتن، رفرم‌ها و اصلاحات بسیار مدرن و مترقی در جامعه انجام دادن، یه تجددی رو انجام دادن، ولی به هیچ عنوان دموکراسی رو قبول نکردن. به هیچ عنوان، یعنی در واقع اون ما یک موقعیتی داشتیم که من اسمش رو گذاشتم مدرنیت مسله شده، یعنی یک مدرنیت، یک مدرنیزاسیون در حقیقت، ترقی بدون تجدد، در واقع بدون ارزش‌های جهان‌شمول، بدون اینکه دموکراسی رو بپذیریم، کارخونه رو قبول می‌کنیم، مدرسه رو قبول می‌کنیم، مجلس رو قبول می‌کنیم، ولی در این مجلس کسی حق آزاد سخن گفتن نداره. در نتیجه تمام این نهادهای به اصطلاح مدرنیت، ارزش‌های مدرنیت از محتواش در حقیقت توهین میشه. و در کنار اون، ولی فقط این نیست، فقط این اتفاق نیست که باعث میشه که اسلامگرایی بتونه رشد بکنه، در کنار اون ما یک نوع برگشت، پشت کردن به مدرنیت داریم از جانب روشنفکران که در مشروطه بی‌نهایت خواهان مدرنیت بودند.
حتی اونایی که میخواستن، حتی اونایی که میگفتن ما به غرب انتقاد داریم، ولی میگفتن ما دنبال روشنایی هستیم و دنبال این تجربیات هستیم، ببینیم چی شد که اونجا که ما بتونیم از این تجربه پند بگیریم. یک نوع سیاه نمایی غرب در بعد از 28 مرداد 32 به خصوص اتفاق میفته، که البته خب یک بخشش برمیگرده به مثلا سیاست قدرت‌های اروپایی و حمایت مطلقشون از استبداد، و خب طبیعتاً این یک نوع نفرتی رو نسبت به غرب ایجاد میکنه که این خود این نفرت تأثیر میذاره روی سیاه نمایی غرب. یعنی ما در دوره مشروطه اگر که مثلا یک غربی رو داریم که میتونیم باش برخورد کنیم، میتونیم باش دیالوگ کنیم، میتونیم از این درس بگیریم، اینجا برعکس. اون جلال آل احمد وقتی که میره به طرف این مسئله غرب زدگی رو مطرح میکنه، خب غرب رو به شکل جلال آل احمد تا اونجا جلو میره که میگه ما باید بریم و در راه شیخ فضل الله نوری قدم برمیاریم، دفاع میکنه از شیخ فضل الله نوری، همون اتفاقی که افتاد. در صورتی جلال احمد توده‌ایه، بعد از اون خط سومیه، بعد از... یعنی خط فکریش که شما دنبال میکنین میبینین که چگونه ما میرسیم به یک نوع کاملا پشت کردن به مدرنیت و به ارزش‌های مدرن. و بعد از جلال احمد مثلا دکتر شایگان هست که خب مطلقا ربطی به جلال احمد نداره، نه توده‌ایه، نه خیلی نزدیکه به دربار شاه، ولی در همون زمان کتاب آسیا در برابر غرب رو می‌نویسه که در اون دموکراسی غرب رو به انحطاط می‌دونه، یعنی دموکراسی رو به عنوان انحطاط غرب مطرح می‌کنه، به اینکه مدرنیت غربی در حالت انحطاط، ما باید برگردیم به خودمون و اون خودی هم که باید بهش برگردیم خود اسلامی. خب این دکتر شایگان، این دکتر آل احمد، در چپ ها چه اتفاق میفته؟ در چپ های ایرانی اتفاقی که میفته این هستش که تحت تاثیر استالینیسم و به اصطلاح تئوری های جهان سوم گرایی که خب راه رشد غیر سرمایه‌داری برای حزب توده، بقیه تحت تاثیر استالینیسم و ماویسم، در حقیقت دموکراسی و تمام ارزش های جهان شمول تبدیل میشن به یک، برای چپ به معنی این هست که اینا ارزش های بورژوایی و فایده نداره، اینا روبنایی ان، به هیچ دردی نمیخوره. در حقیقت دو تا موضوع با هم دیگه کاملا مخلوط میشه، یکی کاپیتالیسم رو، سرمایه‌داری رو با دموکراسی یکی کردن که تا به امروز هم ادامه داره، که این دو تا مفهوم مطلقا یکی نیستن، چون اگر سرمایه‌داری با دموکراسی یکی بود الان در تمام دنیا چیزی به جز سرمایه‌داری حکومت نمی‌کنه، ولی دموکراسی همه جا نیست. یعنی لزوما سرمایه‌داری و دموکراسی با هم یکی نیست، که حالا این بحث خودش باز یه بحث جداست، ولی این اتفاق تو ذهن نه فقط چپ بلکه ملی‌ها و لیبرال‌ها، ولی تمام جمعیتی که مخالف شاه بودن در مخالفت با مدرنیزاسیون شاه به مخالفت با مدرنیت پرداختن، و در واقع همه اینها دست به دست هم، در حقیقت ما سه تا قطب مدرنیت مسلح شده داریم، یکی شاهان پهلوی هستن، یکی چپ و نیروهای بعد از 28 مرداد، البته این گروشات خیلی روش میره، و سومین قطب که خیلی مهمه اسلامگرایان متجددن، نه خمینی، نه خمینی، چون خمینی در سال 1970 ولایت فقیه رو مینویسه و خیلی روشن میگه که همون نظریه به اصطلاح که بعدن هم پیاده کردن، ولی کسانی وجود دارن در ایران که از دوره 40 به بعد، یعنی دهه 40 شمسی رو میگم، یعنی دهه 60 در واقع 60 میلادی، از نهضت آزادی شروع میشه که که مهندس بازرگان و آقای یدالله صاحبی رو با هم دیگه پایه‌گذاری میکنن، و اصل نهضت آزادی همچنان که خودش بازرگان میگه تبدیل اسلام به یک ایدئولوژی مترقی هست و پیوند روحانیت و روشنفکر، یعنی شعاری رو که مطرح میکنن پیوند روحانیت و روشنفکر، و در همون موقع وقتی که خمینی سر انقلاب سفید با بقیه با چند تا روحانی دیگه یک اعلامیه میدن که درش میگن که زنان رو وارد جامعه کردن فساد دست و غیره است و غیره، نهضت آزادی پشتیبانی میکنه از این، در صورتی که هم بازرگان تحصیل کرده اروپا بوده، هم همشون میگفتن که تو قرآن باید بریم علمو پیدا کنیم، ولی اینجا با هم یکی میشن، میگن برای که ما باید بتونیم روحانی، و بعد شریعتی که بعد در دهه 70 میاد و خب اسلام ایدئولوژی انقلابی از اسلام میسازه، و بعد خب مجاهدین که مارکسیسم و اسلام رو با هم دیگه، یعنی ما از دوره 28 مرداد به بعد یک تابلوی داریم از یک اسلام سیاسی مدرنیزه که هیچ ربطی به خمینی نداره، و هیچ کدومشون هم، همشون هم قربانیان بعدی خمینی هست، یعنی منظورم اگه شریعتی زنده ممکن بود اول خودش ادام بشه،
آقای بازرگان که سرنوشتش رو دیدیم، بقیه هم که دیدیم که چی شد. ولی در حقیقت اون چیزی که خمینی رو به قدرت میرسونه مجموعه برایند این کنش‌های هویتی هست که در جامعه ایران اتفاق میفته و این معناهای تصوری که عوض میشه کاملا از دوره مشروطه به بعد در دوره انقلاب. بعد جوری که فرهاد خسروخاور در کتابش مطرح میکنه در زمان انقلاب وقتی مصاحبه میکنه با جوونا، یه کتابی داره به زبان فرانسه به اسم اوتوپیای ویران شده که به این نتیجه میرسه که این اسلامی که همه میخواستن هیچ ربطی به هم دیگه نداشت. یعنی هر کسی یه جور اسلام میخواست، مثلا جوونا یه جوری میخواستن، اون یه جوری میخواست. ولی اون چیزی که مهم بود و من دنبالش سعی کردم بفهمم که چرا اسلام تبدیل شد به این ناکجا آباد. یعنی اینکه بله درسته که هر کسی یه جور اسلام میخواست، الان تو تونس هم میکنه همینطور باشه یا جای دیگه، و لزوماً بعداً اینا میتونن مسلمان‌ها خودشون قربانی اون اسلامی بشن که اینا نمیخواستن ولی آوردنش. ولی چرا این ناکجا آباد، اصلا چرا اسلام تبدیل میشه به یک اوتوپیای رهایی بخش؟ خود این یکی از موضوعات خیلی مهمی است که ما رو میرسونه به مسئله هویت، همین بحثی که مسئله هویت، فرهنگ. و من فکر می‌کنم در مقابله با این، در به اصطلاح اگه بخوایم اون طرف قضیه رو ببینیم، تا زمانی که ما نتونیم در مورد مسئله هویتی در حقیقت بتونیم یک فکر دیگر جایگزین این بکنیم، نه به معنی اینکه بگیم که اسلام بعد از بین بره، این به این معنی، چون این اسلام میتونه تعلق بسیاری از مردم این جامعه باشه، ولی تا زمانی که این معنای تصوری از اسلام به عنوان سیمان هویت اون جامعه دگرگون نشده، ما نمیتونیم قدمی در راه دموکراسی در حقیقت برداریم. یعنی باید بتونه این اتفاقی که افتاد در اروپا، و این اتفاقی که در اروپا افتاد به خاطر نبود که اروپایی یا دموکرات تر از ما هست، تمام کارهایی که شده نشون میده که روشنفکرا و کسانی که در صف جلو بودن چه نقش مهمی داشتن. یعنی در موقعی که تموم کنم با این، در موقعی که در سال 1905 کلیسا و دولت در فرانسه از هم جدا شدن، یعنی جدایی دین از دولت انجام شد، خود توکفیل کتابی داره، یعنی نه در این مورد باید در می نویسه که اصلا به این معنی نیست که فرانسوی ها غیر مذهبی بودن، فرانسوی ها به شدت مذهبی بودن، ولی موضوع اینه که دو تا معادله عمل کرد به خاطر اینکه بتونن کلیسای کاتولیک رو از قدرت برکنار کنن. یکی مسئله توازن قوا بود و اون شرایطی که تقریبا میشه گفت که این فساد و اینا باعث شده که این به اعتبار بشه که الان در ایران هست این شرایط. یعنی در حقیقت این دوره دیگه اینا رو کاملا به اعتبار کرده. و دومین عاملی که اون بهش اشاره میکنه و به نظر من هنوز کم داریم، مسئله وجود پیشروانیه که پیشروانه، یعنی یک نوع جنبش روشنفکریه که روشن میاندیشه و التقاطی نیست. یعنی در مورد مسئله به اصطلاح این جدایی دین و دولت آشکارا سر این بوده و سر این موضوع به هیچ عنوان کوتاه نمیاده. خب ما این رو نداشتیم، نه در هیچ دوره، حتی در خود دوره مشروطیت هم یک سازش خیلی مهمی که انجام می‌گرفت، البته اون موقع توازن قوا خیلی فرق می‌کرد. باز دیدیم که خود آفاری تو کتابش می‌نویسه که چجوری بعضیا خب مجبور بودن اسم به هر حال بیارن میده‌ها رو در قالب مذهب، ولی حتی امروز هم که این اجبار وجود نداره ما می‌بینیم که این طرز فکر همچنان ادامه داره. یعنی ما دوچار اون معناهای تصوری هستیم که مسئله هویت اجتماعی و شخصی ما رو از اون پویایی این از پویایی این دینامیزم هویتی کم کنه. خیلی ممنونم از این. ما یه 10 دقیقه بریک داریم و بعد دوباره سوال جواب گفتن به من، از من پرسیدن که من جواب بدم، بعد فکر کنم بعدا خودم میگم بهتون برای سوال مون. نه شما، نه شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. ایشون بحثی که براشون روشن نبود میگفتن که نه متوجه نشدن منظورشون از استراتژی هویتی چیه، که من اونجا توضیح دادم که وقتی که هویت تبدیل به یک استراتژی میشه، یعنی که شما در هویتتون یه مجموعه است دیگه، مثلا یک آدمی رو از هر کدوم از ما بپرسن بگن شما خودتو چجوری تعریف میکنی، برخلاف یک میز که راحت میشه گفت این میز جنسش چیه، پایه‌هاش چیه. اینا هویت آدم خیلی چیز پیچیده‌ایه، میتونه یه لیستی باشه که تموم هم نشه. من مثلا میتونم بگم زنم، نمیدونم از ایران اومدم، الان تو اونجا زندگی میکنم، دوستان مینن، موسیقی که دوستان، همچوری میتونه ادامه پیدا بکنه. ولی وقتی که هویت تبدیل به استراتژی میشه، یکی از این المان ها یعنی بیشتر یا مذهب یا ناسیونالیته یا ملیت یا هر گونه تعلق دیگه تبدیل میشه به یک استراتژی، به یک
در حقیقت بدون اینکه شخص حالا یا آگاهانه یا غیر آگاهانه یا گروه یا فرد میتونه اینو تبدیل به یک استراتژی بکنه و این نتایجی داره که مثلا فرض کن اسلامگرایی بر پایه استراتژی هویتی از اسلام هویت ساختن که بعد خود آرنت در توضیحی که از ایدئولوژی میده یعنی ایده‌ای که تبدیل میشه به یک لوژیک یعنی ایده‌ای که تبدیل میشه به یک منطق و این منطق یه منطقیه که میخواد همه چی رو در بر بگیره از گذشته حال آینده یعنی اسلام میشه هم گذشته هم حال ما و هم آینده ما یعنی اون جامعه‌ای که باید به طرفش بریم و این استراتژی هویتی توی تمام نهله‌های اسلامگرایی هست یعنی اسلام فقط یک مذهب نیست یک استراتژی یه چیزی یک بعد مثلا این میتونه در مورد هویت ملی باشه مثلا اسلام مثلا دست راستی افراطی در فرانسه از فرانسوی بودن یک استراتژی درست کرد فرانسوی بودن فقط یه تعریف میدن ازش و بر اساس اون بقیه نمیتونن تو این تعریف جا بگیرن و یه نوع ضدیت با مهاجرین وجود داره و این یک استراتژی هویتیه که از ملیت استراتژی میسازه این بحثی بود که یعنی جواب ایشون دادم ولی فکر کنم چون ممکن بود سریع من از این رد شدم یه چیزی باشه که برای بقیه هم مهم باشه دونست بفرمایید این الان دهه حساب زرد رو رسیم داشتم نداخلی هم گذشت و 33 سال از این انقلاب گذشت این پدیده که شما فرمایید توقف روی تصویر که روش مکسم کردین این دوران انقلاب که چی شد اینجوری شد و اینا سوالایی که همه دارن و جواب میدن اینا من بیشتر روی نقش چپ و بخشی از خودمون که چه بلایی سر خودمون آوردیم و چه کار کردیم مشکلی که الان هستش همین الان هم که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم یه قسمتی از همون تفکراتی که اون موقع ما داشتیم هنوز هم بسیار باب هستش و الان که این بحث مسئله جنگ و مسائل جمهوری اسلامی و این کسافت کاری که دارن میکنن اینا هستش بازم حساب هستن کسانی که توقف کردن روی همون تصویر مسئله ضد امپریالیستی و اصلا انگار نه انگار که حساب این حاکمیت ایران و بیت رهبری و خامنه اینا سر مسئله جنگ افروزی و فاجعه‌ای که حساب برای مردم میتونه بار بیاد نقشی داشته باشن همه رو دوباره یه جورای تفسیر امپریالیسم و آمریکا و این داستانا میذارن و تیف داره البته اکستریماش که خب اصلا واقعا مرتدن و بسا بخشی از حکومت پول میگیرن یعنی از حکومت اونایی که خیلی علنی کار میکنن ولی اونایی که در اپوزیسیون هستن تیفای بهتر که رفیقای خودمون اینا هم واقعا هنوز این داستان اینجوریه دیگه یعنی هر وقت بحث میشه حالا به فرمای مختلف هر وقت حکومت جمهوری اسلامی یه ذره فشار روسیه میشه اینا مثلا مسائل ضد امپریالیسم اوج میگیره و شروع میکنن این و این ور مقاله و داستان وقت با هم دیگه نزدیک میشن مثلا دیگه آقای گنجی دیگه نزدیک میشه به یه دنیای دیگه همه این کارا رو میکنن من خواستم شما رو این داستان توقف روی تصویر و تاثیراتش چریفتی است چه چریفتی هستش که این دوستان مثلا هنوز وایسادن اون تصاویر رو صحبت کنیم خیلی ممنون خیلی ممنون چند تا سوال جمع بشه بعدن وقت من مجموعه بفرمایید. یک تبعید می‌داریم که یک فرد تبعید میشه مثلا رضا شاه فرزند. خب یک ربوبیت داریم. یک تبعید داریم تبعید جمعیه. مثل تبعیدی که ما هستیم. یعنی پرتاب شدیم ولی جمعی هستیم. درست داریم یه ربوبیت هستیم. حالا ایرانی های یعنی این تبعیدی که ما پرتاب میشیم آیا مثلا جنبه های منفی زیاد داره نسبت به آدمایی که الان تو ایران زندگی میکنن و میخوان اونا مثلا بیان یا مثلا هویتشون الان هویت مثلا 30 سال پیش ممکنه نباشه که یک ایرانی جنبه های تمام وجودش یک ایرانیه ولی الان شما نگاه میکنی شق شقه است یعنی پراکندگی روانی درش وجود داره این هویت پراکنده یه ایرانی با هویت پراکنده خارج از به اصطلاح ایران فرقش چیه خیلی سوال خوبیه مرسی شما هم خب بفرمایید یکی دو بار گفتن بحث هویت و انتخاب بحث مهمیه من هم یه تصوری از این موضوع دارم ولی دوست دارم بیشتر حالا بگین تصور خودت
مثلا سالای خیلی زیادی آلمان زندگی کردم، یه مقدار این توقف تصویری تو ترکا میدیدی که فریز میشدن توی این جریان فرهنگی خودشون و تضادهای خیلی زیاد داشتن. بعد یه بحث فرار هویت بود تو ایرانیا که اصلا هنوز از جا نرسیده یک درخت کریسمس 250 دلاری بزرگتر از آلمانیا می‌خریدن می‌ذاشتن کریسمس رو جشن می‌گرفتن. و اصلا آدم میمون که مثلا یک سالی نیست وارد شده ولی یک همچین فرار از هویتی داره می‌کنه با چه سرعتی. من اینا رو یه مقدار شبیه هم حتی می‌دیدم، ولی به حال وقت که شما عمیق روش کار کردیم ما نکردیم، فقط خیلی ممنون می‌دیم که روش خیلی ممنون. بله بسیار سوال خوبیه، خیلی خوبه. بله اگر شما استادی کردید به دو هویت فرهنگی در رابطه با ایرانی توی فرانسه، اگر استادی شده این میرادا در اون چیزی بگیرنه از که خیلی میکرد خیلی ممنون. خب حالا پس میتونیم حالا اول چون سه تا این سوالای همه سوالا خیلی خوبه، نمیدونم که چقدر میتونیم وقت داشته باشیم روش، ولی در حال اولین مسئله راجع به چپ و مسئله ضد امپریالیسم که البته من معتقد نیستم که این فقط مسئله فقط تو چپ هاست، یعنی معتقدم که مسئله ما با غرب یه مسئله خیلی طولانیه که از دوره‌ای که ایران با مدرنیت آشنا شد، یعنی از دوره یه جمله هستش از که ناطق و مای ناطق آورده در یه زمان یک کتابی نوشته ایران کارنامه فرهنگی ایرانیان که مناطق نوشته که توش توضیح میده که تو اون دوره، دوره قبل از مشروطیت و به همون حوالی مشروطیت، نگاه به غرب گرچه حتی اونایی که میخواستن غرب کاملا ایرانی بمونن یه نگاه کنجکاوانه داشتن، یعنی رد نمیکردن غربو، یعنی چکی نمیگفتن که مثلا این بده، این سمبول شیطانه، این حرفا نبود، اصلا مطلقا نبود، حتی در اونایی که ضد غرب بودن بیشتر کنجکاوی بود، پرسش بود. و بعد از یک دوره‌ای همطور که توضیح دادم به نظر من یک نوع کاملا سیاه نمایی اتفاق افتاد که این سیاه نمایی باعث شد که ما امپریالیسم و غرب رو یکی بکنیم، چون امپریالیسم حالا به هر حال توی دوره این لنین بود که بالاترین مرحله سرمایه‌داری رو نوشت، حالا خود این کلمه، خود مسئله امپریالیسم الان قابل بحثه به این معنی که خب مسلما بوده قدرت‌های امپریالیستی به اون معنی که استعمار غربی بوده، یعنی کشورهای غربی در کشورگشایی کردن، به اصطلاح دیگران رو مستعمره خودشون کردن، منافع خودشون رو مقدم دونستن که هنوز هم همینطوره، که مسلما هر کشوری یا همه این قدرت و منافع خودشون رو مقدم دارن، در عین اینکه خب دیگه سرمایه وطن نداره، یعنی کشورهای جهانی و الان تو دوره جهانی شدن خود این که سرمایه وطن نداره خیلی پیچیده‌تر هم شده، چون شما چین رو مثلا الان چین رو به عنوان امپریالیسم رو به رشد می‌بینیم یا نمی‌بینیم؟ این بحث اصلا تو ایرانی‌ها مطرح نیست، یعنی این نیرو اگه با اون مفاهیم امپریالیستی بخوایم بحث بکنیم الان نیروهای به اصطلاح امپریالیستی، حالا امریکا، کشورهای دنیا، چین رو چجوری نگاه می‌کنیم، روسیه رو چجوری نگاه می‌کنیم، نقششون رو در مورد ایران چجوری نگاه می‌کنیم، اینا کاملا این بحث‌ها بسته است، یعنی حتی می‌خوام توجه رو به این نکته جلب کنم که حتی با دیدگاه ضد امپریالیستی بحث‌ها عقبه، حتی اگه ما بخوایم اون دیدگاه رو داشته باشیم دوباره نگاه نمیشه به اینکه وضعیت جهانی الان چجوریه و چجوری میشه حرکت کرد. بعد مسئله به اصطلاح توقف روی آمریکا هم که خب یه مسئله جدی فقط به ایرانی ها مربوط نیست، چون که در یه دوره‌ای حالا بحث‌های روانی و روانشناسی اونها خیلی روش زیاده، ولی آمریکا مجموعه‌اش حالا بعد از انتخاب اوباما یه تغییری کرده تصویری که هست، ولی آمریکا در مجموعه تو کشورهایی که دارای قدرت زیاد نیستن یک نوع نفرت رو بیشتر برمی‌انگیزه تا میشه گفت جذابیت، و در این حال عشق و نفرت، یعنی یک نوع کنجکاوی توأم با عشق زیادی، یعنی همه میخوان آمریکایی بشن ولی همه هم بدشون میاد از آمریکا، میخوام یعنی خیلی چیز اگه بخوام خیلی ساده حرف بزنیم یه رابطه عشق و نفرتی رو آمریکا حتی تو فرانسوی ها ایجاد میکنه، البته فرانسوی ها خب خیلی بیشتر سر این موضوع کار میکنن که چطوری نشن آمریکایی، چون که به هر حال آمریکایی و البته به نظر من اونجا هم با ساده نگری است، چون کدوم آمریکا وقتی راجع به آمریکا حرف می‌زنیم کدوم آمریکا راجع به صحبت می‌کنیم، برای که آیا آمریکایی که مثلا هانا آرنت تو پناه داد، آیا آمریکایی که مثلا توی
حتی جنبش روشنفکری جهانی نقش خیلی مهمی داشته. آیا آمریکا یک توی زمینه‌های علمی پیشرفته اینه؟ کدوم آمریکا رو راجبش حرف بزنم؟ نفرتمون رو متوجه چی باید بکنیم؟ در مورد فرانسه یا در مورد هر جای دیگه همین هست. در نتیجه این فکر ضد امپریالیستی اگر این مسائل رو برای خودش روشن نکنه که یک امپریالیسم و غرب رو یکی کردن، به نظر من بزرگترین اشتباهی که ما میتونیم مرتکب بشیم. چون غرب یکی از کانون‌های بشریته، همچنان که مثلا فرض کنین شما از چین چاپ از چین آمده، دستگاه چاپ از چین آمده، این دستگاه چاپ رو که ما نمیگیم فقط مال چینی هست، مال ما نیست، شما چینی نیستیم، که خب به هر حال اون چیزی که متعلق به بشریت متعلق به ماست، درسته؟ و بنابراین اون چه که آمریکا به بشریت هدیه کرده مال ماست، اون چیزی هم که باش مخالفیم میتونیم باش مخالف باشیم. ولی این که کلن غرب رو با امپریالیزم یکی بکنیم، یعنی که انقلاباتی رو که تو غرب اتفاق افتاده، مبارزاتی رو که تو غرب اتفاق افتاده، دستاوردهایی رو که تجربه غرب برای بشریت داشته، از جمله مانیفست حقوق بشر، که البته اینا هم فقط تجربه غرب نیست، یعنی غرب در یک رابطه با شرق این کارا رو کرده، یعنی ریاضیات مثلا از شرق اومده. خب این توی رنسانس غربی موثر بوده. اگه ما این رو به شکل دو تا قطب ببینیم، یعنی یک غرب و یک شرق، یک موقعی ادوارد سعید نوشت مثلا شرق شناسی رو نوشت، ولی اون ورش هم هست، اون طرف قضیه رو که سعید بهش اشاره نکرد یا حداقل موضوع صحبتش نبود، اینم هستش که یک تصویر غلط از غرب هم وجود داره. فقط این نیستش که یک تصویر همگونه از غرب وجود داشته که با امپریالیسم یکی کرده، یک تصویر مثلا فقط این نیستش که شرق رو به یک تصویر همسان تنزل دادن، بلکه همین همسان نگاهی در مورد غرب هم اتفاق افتاده، یعنی غرب هم تبدیل شده به یه چیزی که فقط امپریالیسمه. این توی انقلاب حداقل تو تجربه ایران بدترین ضربه رو به ایران زد و بیشترین زمینه رو برای رشد استراتژی هویتی اسلامگرایی فراهم کرد. چون وقتی که شما غرب رو به این شکل نگاه کنین، در ضدیت با این بعد دنبال یه خودی بگردین که این خود رو رفتن گشتن تو اسلام پیدا کردن دیگه، چون که در حقیق در صورت که این غرب غرب شده، یعنی مثلا فرانسه امروز هیچ ربطی به فرانسه حتی 60 سال پیش نداره، یعنی مثلا قبل از مه 68 و بعد از مه 68 اصلا فرانسه یکی نیست. حق رأی زن تو فرانسه 1945، نمیدونم طلاق، حق طلاق مشترک 1970، یعنی اصلا این فرانسه‌ای که امروز ما می‌بینیم ربطی به فرانسه 40 سال پیش نداره. چطور میشه از یک فرانسه واحد حرف زد؟ و این چطور میشه از یک با یک کلمه امپریالیسم غرب توضیح داد؟ خب این که معلومه که هر کسی رو این تصویر توقف بکنه، چه امروز باشه چه دیروز باشه، در هر حال راهی رو که میره غلطه، راهی که میره به هر حال غلطه. ولی اینکه چرا برخی از چپ‌ها و فقط هم من فکر نمی‌کنم شفا باشن، حتی ملی‌گرایان، حتی همه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، چرا بیشترین یعنی در این دام دوچار میشن که همه چیز رو باز از بیرون ببینن، یعنی باز مثلا فرض کن به محض اینکه اتفاقی در ایران میفته، به جای اینکه به خودشون برگردن و بگن که چه دلایلی باعث میشه که مسئله جنگ مطرح بشه، مثلا فرض کنین که من خودم البته ضد جنگ هستم، فکر میکنم که جنگ به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل خیلی روشنی که خودشون میخوان، اصلا دارن دائم تحریک میکنن که بشه. حالا بعد این سوالو کرد که چرا اینا اینقدر دلشون میخواد جنگ بشه؟ برای که جنگ یک رحمت الهیه برای اینا. خب بوده، هم جنگ با عراق بوده، همین بوده. ما احتیاجی نداریم که ضد امپریالیست باشیم تا مخالف جنگ باشیم، احتیاج داریم به اینکه ضد جمهوری اسلامی باشیم، در نتیجه ضد جنگ خواهیم بود، خواهیم شد خود به خود. برای چی ما باید بریم حتما بیرون از خودمون این دلایل رو جستجو بکنیم که چرا ما باید ضد جنگ بشیم؟ توجه. بعد مسئله به اصطلاح مسئله من فکر می‌کنم این توقف روی تصویر از اون دوره شروع شد و تا امروز هم ادامه داره. متاسفانه ما نتونستیم، به هر حال شایدم برای اینکه این کارو بکنیم باید برگردیم و حتی توی هویت فرهنگی خودمون، من فکر کنم کاری که مثلا اسلامگرایان کردن، یعنی یک شناسنامه فرهنگی برای خودشون درست کردن و به جوانام ارائه دادن. یعنی مثلا وقتی دکتر شریعتی رفت مثلا فاطمه را از قبر کشید و فاطمه را نوشت و یه تصویر اسطوره‌ای داد به فاطمه و اینو به عنوان الگوی زن ایرانی مطرح کرد، نه به عنوان زنی که تو سری می‌خوره، بلکه یک زنی است که در خدمت فاطمه است دیگه. اگه بخونی می‌بینیم که چه تصویری رو از فاطمه ارائه میده به عنوان الگوی زن مسلمان معاصر،
که بعد همین الگو رو زهرا رهنورد ها و اینا خب در اون موقع سعی کردن این بشن و بعدش مثلا اون یادمه که تو دانشگاه بعد یه جور حجاب خاصی به وجود اومد که اصلا توی طبقات پایین نبود، حتی تو محلات سنتی بالا هم نبود، که مثلا همه جور آدمی چادر میپوشید، ولی ما همچی چیزی ندیده بودیم که یه روسری و یه مانتوی گشاد و اینا. این بعدن شد یونیفرم جمهوری اسلامی، ولی در اون زمان که این نبود، این یه چیز انقلابی بود، رهایی بخش بود، حجاب رهایی بخش بود، خواهرم حجاب تو سنگر توست، این جور چیزا بود دیگه. بعد این چیز هویتی تبدیل شد به یک ابزاری برای جمهوری اسلامی. ولی چرا در اون زمان چپ توجهی به این موضوع نداشت؟ مطلقاً هیچ کس نگفتش که این فنومن چیه، این پدیده چیه، که این مثلا دخترایی که تو دانشگاه بودن از امروز به فردا یه دفعه یه چیزی می‌ذارن، یه مانتوی گشاد می‌پوشن. چرا؟ به خاطر این بودش که اساساً این تصویر زن بی‌حجاب در ذهن دروشن فکر به اصطلاح غیر اسلامی هم یک جور اسب تروای غرب بود. یعنی وقتی که جلال الاحمد توی مثلا کتاب رو داستانش می‌نوشت مثلا کفشای پاشنه بلند مدیر مدرسه که میاد مثلا ما حالا بد میشه، هر کسی که میدید زنه مثلا پاشنه بلند پوشیده دفعه حالش بد میشد، یا مثلا اون موقع روزنامه زن روز رو مثلا ما می‌خوندیم تمام بر سر دوراهی ها همین چیزا بود، مثلا دخترش رفت آزاد شد، بعد رفت نمی‌دونم فریب خورد، بعد فریب خورده و رها شده، یکی از تمای اصلی چیز بود که نگرانی‌های عمومی رو نشون میده. جامعه روشن فکر ایران همین در واقع یه جایی با مثلا آقای براهنی تو کتاب تاریخ مذکر نوشته که وقتی زن ایرانی حجابو ول کرد رفت تو لجن. یعنی اینا اون زمان، الان براهنی خیلی تغییر کرده، نمیخوام بگم که حتما همونه، نمیخوام بگم فقط براهنیه، اشتباه نشه، میخوام بگم یه مجموعه‌ای بود. فروغ و فرخزاد در اون زمان باش رفتاری که شد یک رفتاری بود که جامعه شهری و جامعه روشنفکری ایران با اون کرد، بقیه که اونو اونقدر نمیشناختن، که میدونی شاعره گناه و اینا. در نتیجه تمام این مفاهیمی که شد، تمام این مفاهیمی که اتفاق میافتاد، فقط مسئله امپریالیسم نبود که یک کلمه باشه، اینا میشد رفتارهای فرهنگی. الان هم همینه، یعنی به محض اینکه شما این در این چارچوب متوقف بشین، یک سری رفتارهای فرهنگی با خودش میاره که این رفتارهای فرهنگی خب متاسفانه کمکی به روشنگری نمیکنه. ولی این به معنی ندیدن نقش قدرت‌های غربی نیست، چون اینو ما باید ببینیم که مثلا فرض کنین اتفاقی که امروز تو مصر افتاده و اینو ببینیم که در مورد مثلا اسلامگرایی استراتژی قدرت‌های غربی از ابتدا به نفع اسلامگرایی بوده. یعنی شما وقتی که در موقعی که جنگ سرد بود، خب اینا کمربند سبز داشتن، کمربند سبز چی بود؟ رشد اسلامگرایی برای زدن اتحاد جماهیر شوروی دی، یعنی نیرویی که اینا در مقابل اتحاد جماهیر شوروی نه نیروی اسلامگرایان بود، درسته؟ در نتیجه غربیا کاملا کمک کردن برای ساخته شدن طالبان، برای تمام این مسائل اینا رو کمک کردن. حالا به هر حال وقتی یه مقاله من نوشتم که اسمش از قول از بطری درآمد، قول از شیشه درآمد، وقتی که این قوله دیگه در اومده، الان بعد یه فکر دیگه کردم تونی هی بشین بگیم اینا خودشون کردن فلان اینا همونن اینا، این دیگه فایده نداره، ولی اینا کردن، اینا هم کردن، فقط ما نکردیم. بعد امروز مثلا فرض کنین در مصر وقتی که اوباما رفت و اونجا یه سخنرانی داشت دانشگاه الزهرا یه دو سال قبل، اونجا صحبت کرد که هر فرهنگتون و نمیدونم هر لباسی رو به فرانسه حمله شد سر مسئله حجاب، که مثلا اونجا خیلی زیاد مطلب خشخاش میذارن و اینا، اون موقع کاملا روشن بود که استراتژی بعدی غربیا و حتی خود فرانسه و سارکوزی و غیره و اینا سر لیبی، سر تونس، سر مصر حمایت از اسلامگراست. اصلا چیز نیست، اصلا این نیستش که شما مثلا فرض کن فکر کنی که اینا خیلی بدشون میاد. مسلما میدونین الان استراتژی به نظر من حداقل تا اونجایی که من میبینم اینه که دنبال اسلامگرای خوب در مقابل اسلامگرای بد گشتن. یعنی مثلا فرض کنین بدن القاعده و اینا، خیلی بدن، ولی ملایماشو اگه بتونیم باشون کنار بیایم بد نیست، بقیهش هم با ما زیاد ربطی نداره. یعنی میدونین چون به خاطر اینکه بالاخره اسلام هویت ایناست، یعنی در ته ذهن غربی، منظورم غربی به معنی قدرت غربی، اینه که نهایتاً مال اینا خودشون با همین بهتر کنار میان، میدونین؟ و این خودش یک طرف دیگه سکه به اصطلاح استعمار جدیده، میدونیم که این رو این روشنفکر روی ضد امپریالیست اصلا بهش دقت نمی کنن. این اصلا دقت نمی کنن که وقتی که اینا اینجوری برخورد میکنن در حقیقت همین استراتژی جدید غربی، مثلا وقتی که سر لیبی این اتفاق افتاد و وقتی که اون
مثلا شورای مقاومت اومد و مسئله چند زن رو اول اعلام کرد و اولین قانونی که میاریم چند زنیه، آقای سارکوزی و بقیه حتی یکی از این روشنفکرای شده اومدن گفتن که این شریعت لایته، قانون شریعت لایته، ربطی نداره به اون چیزی که تو جمهوری اسلامی هست. کجاش لایته؟ شما وقتی که یعنی لایت و غیر لایت نداره، شما یا یک ارزش‌های جهان شمول قبول دارین و میخواین روی ارزش‌های حقوق بشر باشین، یا نمیتونین بگین که چون اون متحد منه وقتی که میکنه بد نیست، چون یکی متحد منه. همچنان که راجع به عربستان سعودی قضیه همینجوره، شما خودتون میدونین که وقتی که منافع مشخصی هیچ وقت صحبت نمیشه اونجوری که وضعیت چه جوریه و سر میزنن و دست قطع میکنن و این حرفا، خبری نیست. بنابراین من معتقدم که ما باید بتونیم از یک طرف با این فکر ضد امپریالیستی ساده نگرانه به اصطلاح قطع کنیم، از یه طرف دیگه هم با اینکه استراتژیای دولت‌های غربی لزوماً دموکراتیک حرکت می‌کنن قطع کنیم. اینجوری نیست. یعنی دموکراسی یک ارزشیه که در هر لحظه‌ای باید بشه براش جنگید و تو خود کشورهای و شکننده ترین نوع ارزش هم هست، به خاطر اینکه هویتی نیست. وقتی که شما استراتژی دموکراتیک دارین، استراتژی هویتی نیست، چون هویت توش جایی نداره. من، شما، اون، هر کسی دیگه نمیتونین از جنسیت هویت درست کنین، نمیتونین از مذهب هویت درست کنین، چون شما به عنوان شهروند آزاد و خودتعیین مطرح میشین دیگه، میدونین؟ و اون خیلی متفاوته این استراتژی، در نتیجه خیلی هم شکننده است. شما میتونین در مقابل با استراتژی هویتی به جنگ این برین. یعنی یه سری الان میشن ناسیونالیست‌های افراطی توی مثلا اروپا الان داره رشد میکنه در ضدیت با مهاجرین، یه طرف هستن اسلامگراها دارن رشد میکنن خود اروپا، در خود اروپا دارن رشد میکنن و یک کالایی رو دارن که جوونا میخرن. یعنی جوونای فرانسوی مثلا فرض کنین بعضی از خود فرانسوی ها میرن مشرف میشن به دین اسلام و حالا مشرف شدنشون به جای خودشون به عنوان اسلامگرا میرن اسلامگرا میشن، برای که یک جایگزین یک ایدئولوژی‌هایی شده که قبلا بسیج می‌کرد. مثلا سوسیالیسم قبلا بیشتر بسیج می‌کرد، مارکسیسم بیشتر بسیج می‌کرد. البته ما امیدواریم که جنبش‌های اجتماعی جدید بتونه یک نوع به اصطلاح چشم‌انداز جدید رو ارائه بده که جلوی این استراتژی هویتی رو بگیره. یعنی اگر این اتفاق نیفته، شما می‌دونید بشر فقط نمی‌تونه در حد خوردن و خوابیدن و احتیاج به معنا داره. یعنی بشر حیوانی است که احتیاج به معنا داره، باید زندگیش معنا داشته باشه و صرف مصرف به معنا جواب نمیده. بازگشت مذهب در سیاست یه جور جواب دادن به اینم هست، می‌بینید؟ و این استراتژی هویتی از این مثلا توی آمریکا به اصطلاح پروتستانای افرادگرا خیلی تو جوونا دارن رشد میکنن. مسئله اوانجلیستا هم نمیدونم اینجا چه جوری بهشون میگیم. به هر حال افرادگرایی مذهبی هم فقط نیست، میدونین یه سری جریان های مذهبی سیاسی در آمریکا خیلی رشد دارن میکنن، در اروپا دارن رشد میکنن، ناسیونالیسم افراطی داره رشد میکنه، چون اینا همه استراتژی های هویتی هستن که جواب میدن به مسئله به اصطلاح نگرانی ها و استراپ هایی که جهانی شدن به وجود آورد. چون شما قبلا یه دهی داشتین، یه دونه شهری داشتین، اون توش بودین، میگفتین من مال اینجام و دنیا حول اینجام، که الان تلویزیون رو باز میکنین با همه دنیا مرتبطین. بعد مثلا توی فرانسه شما توی یه دهکده دارین که توش یه دونه خارجی هم نیست، 30% میرن به افراطی دستراسی رای میدن، برای که از مهاجرت وحشت دارن، چون تو تلویزیون یه چیزایی رو میبینن که اصلا به اطرافم ربطی نداره، ولی اینا دیگه به اطراف نگاه نمیکنن، همه دارن به همه جا نگاه میکنن. میدونین در مقابل این، در مقابل چه این دنیایی که دیگه مسطح شده، چه چیزهایی، چه چشم‌اندازهایی رو ما میتونیم عرضه بکنیم که جلوی این ماجرا رو گرفته بشه؟ چشم‌انداز ضد امپریالیستی جواب دیگه نمیده، به هیچ عنوان جواب نمیده، از هیچ نظر جواب نمیده. در نتیجه باید بیاد در مقابل این ماجراهای به اصطلاح شکل‌های دیگه باید جواب بده. اما در مورد سوال افسانه که خیلی به همین بحثی بود که شما هم آقای ناطقیان کردین، یه مقدار توش بود که تو صحبت، حالا بعد شاید خودتون بتونید صحبت کنین که آیا این صحبتی که من کردم، به هر حال من شروع کردم از ساعدی و مسئله توقف روی تصویر و اینا، و آیا این یه درک منفی از تبعید نمیده و بیشتر این درک من درسته؟ آقای شما هم سوالتون همین، بحثم افسانه هم همین بود که به هر حال الان مسئله فردی و جمعی بود. ببینیم همه چیز جمعی به هر حال به اشکال فردی متفاوت زندگی میشه. یعنی رضا شاه وقتی که تبعید شد حالا یه جور زندگی کرد، ما هم حتی اگه جمعی آمدیم باز هر کسی یه جور فردی این تبعید رو
زندگی کرده. برای همین هم بعضیا خب تو 57 وایسادن، بعضیا هم نایسادن اصلا، میدونی؟ که من فکر می‌کنم مثلا خود من که اومدم، یعنی آقای ناطقیان هم گفت شما مثلا همه بچه‌ای که گذشته چپ دارن و البته من هنوزم خودم چپ میدونم، بنابراین شما همش میرین رو منفیش، تبعید که بد نیست لزوما. نه، من فکر می‌کنم من به هر حال میدونین تو صحبتی که اول کردم راجع به ادبیات و تبعید گفتم که اصولا آوارگی یکی از دلایل نوشتنه و وقتی که نوشتن یعنی خلاقیت، یعنی آفرینش یک دنیای جدید، درنچه خود به خود یه بار معنایی خیلی مثبت تو این هست. درسته که قصه و نوستالژی و اینا هست به هر حال وقتی شما هم دیگه‌تون ترک می‌کنید، ولی لزوما به این معنی نیستش که حتما همه چی بدتر میشه. اگر این تصویر داده شده با توجه به مثال ساعدی، نه این درست نیست. من فکر می‌کنم که تبعید یک ماجراییه که این ماجرا بازه، مثل همون مسئله عمل که هانا آرنت میگه، عمل یک کنشیه که بازه و ما نمیتونیم، بستگی به انتخاب ما داره. اگر ما در جایی که به تبعید میایم یا مهاجرت میایم بتونیم با بهترین چیزهایی که تو این جامعه هست ارتباط بگیریم، حالا با بدترینش هم میتونیم ارتباط بگیریم، به این معنی که علیهش مبارزه کنیم. یعنی اگه بتونیم جزئی بشیم از این روندی که در حال پویاییه، خب طبیعتاً میتونه خوب باشه. حالا امروز همونطوری که افسانه گفت، تازه خیلی‌ها میخوان بیان بیرون. یعنی الان دیگه ایران اون ایرانی نیستش که مثلا فرض کنید من روزی که می‌خواستم از مملکتم بیام بیرون واقعاً با دل خیلی ناشاد بوده، برای که اصلا مطلقاً دلم نمی‌خواست مملکت خودم رو ترک کنم. اصلا برای من غیر قابل تصور بود که بتونم از ایران برم بیرون، ولی خیلی از جوان‌ها الان می‌خوان بیان بیرون. و یکی از علتاش هم اینه که چشم‌انداز این جامعه بهشون نمیده و یک حالت خفقان و یک بن‌بستی هستش که دیگه اون مفهومی رو که به درستی افسانه گفت، اون مفهومی رو که برای نسل ما تبعید داشت لزوما برای نسل جدید نداره. ولی به این معنی نیستش که اونا دوچار مسائل ما نمیشن، چون من همین الان با فرانسه با بچه‌هایی که جدید میان خیلی باشون تماس دارم، میبینم که اونا همین ماجرای توقف در تصویر رو میتونن داشته باشن، اونا میتونن با همین ماجرای زمان بین پرانتز رو داشته باشن، یعنی وقتی میان اینجا بیشتر تو گذشته زندگی کنن تا تو حال زندگی کنن. درست همین چیزهایی که برای تبعیدیای اون نسل میتونه اتفاق بیفته، اینجا میتونه اتفاق بیفته. میتونن دچار بی‌معنایی بشن که الان خیلی‌هاشون مثلا جنبش سبز که بود، خب همه فکر کردن حتما دیگه تکلیف روشنه دیگه این بچه‌ها. من که این فکر رو نمی‌کردم، در اون موقع هم نوشتم که نیست، ولی به هر حال بچه‌ها اینطوری خیلی‌ها فکر می‌کردن که تمومه. بنابراین بچه‌هایی که اومدن بیرون با یک ناامیدی و با یک یأسی هم سر کله می‌زنن که ما هم داشتیم اونو. و این به اون معنی نیستش که چون اونا میخوان بیان بیرون لزوماً وقتی که میان بیرون به اون چیزی میرسن که فکر میکنن میرسیدن. ممکنه که مشکلات زیادی براشون ایجاد بشه. من فکر میکنم خیلی مهمه که این تجربیات با هم دیگه رد و بدل بشه، یعنی تجربیاتی که نسل ما داشته با اونا رد و بدل بشه، بدون اینکه ما فکر کنیم اونا مثل ما، چون مطلقاً مثل ما نیستن و اصلا یه جور دیگه فکر میکنن. ولی اگه بشه رد و بدل بشه، شاید بشه بتونه یه سنتزی داشته باشه، یعنی هم اونا به ما کمک کنن که ما بهتر ببینیم خودمونو، چون همش اون نگاهی که از بیرون میاد کمک میکنه به اینکه آدم بهتر ببینه. یکی هم که یا اینکه ما هم بتونیم کمک بکنیم که اونا کمتر با این مسائلی که مطرح شد درگیر بشن، یا کمتر یا بهتر درگیر بشن، چون درگیر به هر حال میشن. اما مسئله آلمانی و ایرانیایی که فرار به جلو اینا، خب میدونین اینم جزوه بین چند جور استراتژی هویتی توی جامعه شناسی مهاجرت هست که یکیش این هستش که شما بالکل خودتون رو میبندین، همون به اصطلاح یه دفعه میرین توقف میکنین رو همون چیزی که هستین. یکیش هم اینه که کاملا خودتون رو سعی میکنین تطبیق بدین، یعنی تطبیق 100%. اینم جزوه یکی از استراتژی هویتیه که خیلی مثلا در فرانسه مثلا خیلی از مهاجرین بعضی این کار کردن، می‌دونید. ولی یهودیا مثلا موقعی که اومدن فرانسه راه سوم انتخاب کردن. اونا هم خودشون رو نگه داشتن، هم که تطبیق دادن. می‌دونید؟ مثلا خیلی برای من عجیب بود که زنای حتی یهودی خیلی متعصب، چون نام دارن همین ماجرای حجاب، فقط مال اسلام که نیستش، که هم شروع کردن کلاگیس گذاشتن. یعنی می‌دونن هم اونو نگه داریم، هم که خودمون رو تطبیق بدیم. ولی به هر حال عربا این کارو نکردن. می‌دونن یعنی یه جوری سعی کردن اینا که به هیچ عنوان دیده نشن تو جامعه بیرون، سعی کردن که این راه رو انتخاب کنن، برای که میگفتن ما باید بتونیم جاگیر بشیم جا و بتونیم ادغام بشیم، یعنی استراتژی ادغام. ولی من فکر میکنم که به هر حال یک ادغام، یعنی در شکلهای جدیدی که راجع به صحبت میشه و ما راجع بهش خیلی کار میکنیم،
این نیستش که شما حتما گذشته رو دور بریزین یا اینکه کاملا ازش بیایم بیرون. بحث اینه که شما باید بتونین، یعنی منظورم که هویت چند فرهنگی که وجود داره و هستن، یعنی توی بخصوص تو جوانی شدن، باید بتونین بهترین ها چیزهایی رو که خودتون بهش تعلق دارین حفظ کنین، بدون اینکه اینها مانعی بشن برای اینکه بتونین شما تجربه جدید مهاجرت رو زندگی بکنین. میدونین، یعنی شما میتونین بهترین سنت‌های خودتون نگه دارین، چون سنت که لزوما خودش چیز بدی نیست، که مثلا بسیاری از چیزهایی هستش که ما چون شناسنامه فرهنگی خودمون رو مثل اسلامگرا درست نکردیم، اصلا نمیدونیم پدر بزرگا و مادر بزرگای فکری ما یا کسانی که یک جور دیگه فکر میکردن یا اون فرهنگی که ما میتونیم، نه که هممون نمیدونیم ولی میتونیم بهش اتکا کنیم، کم کار کردیم راجع به این موضوع. که من همیشه میگم که فرهنگ مثل غار علی باباست، یعنی وقتی شما میرین توش خیلی زیاد توش اشیاء زیادی هست، ولی چی رو انتخاب میکنی و از اون چه ترکیبای جدیدی درست میکنی؟ چون پویایی فرهنگی یعنی این، نه اینکه گذشته کاملا دور ریخته بشه، نه اینکه نمیشه، اصلا شما نمیتونین بدون گذشته زندگی کنین، درسته؟ ولی چی شو نگه میدارین و با اون چه چیز جدیدی میسازین، اون اصل قضیه دیگه. که اگه توی به نظر من ایرانی ها تو خارج از کشور تا حدی و در جمع‌های بهش موفق شده، مثلا اینکه از دلایلش اینه که ما امروز اینجا پلو هم و داریم به زبون فارسی صحبت می‌کنیم و داریم یه مسائل رو به این زبون با هم دیگه فکر می‌کنیم. یک مثلا نشریات خارج کشور وجود داره، کانون‌های فرهنگی وجود داره، حالا تمام اینا نشون دهنده این هستش که بعد در عین حال ایرانی‌ها رفتن توی بعضی از رشته‌ها و موفقیت‌های زیادی کسب کردن. البته من معتقد نیستم هنر نزد ایرانیان است و بس و اینا، اصلا قبول ندارم، ولی در عین حال معتقدم که خب ما ایرانی ها موفقیت های زیادی هم تو دنیا داشتن، یعنی یه جمعیت مهاجر و تبعیدیه که میشه گفت که شکست خورده لزوما نیست، میدونی؟ ولی نمیشم اینه، یعنی حالا اگر که مسئله سوالی که شما کردین که ایرانی ها تو فرانسه، من نکردم این، چون مهاجرتی که ما روش کار میکنیم ایرانی ها توش خیلی کم هم. یعنی ایرانی ها در فرانسه خیلی پراکندن، به جز الان مثلا توی محلهای تو پاریس هستن یا توی جایی هستن مثلا دور هم جمع میشن، ولی اخیراً یعنی از چند سال پیش و به خصوص بعد از، یعنی همیشه شما اگه دقت کنید میبینید که توی این 30 سال 30 و چند سالی که این مهاجرت جدید ادامه داره، هم دائم یه موجای جدید اومدن و یه عده‌ای که اونجا بودن این تقریبا یه جوری با این موجه جدید ارتباط برقرار کردن. بعد یه سری کانون‌های فرهنگی این ارتباط رو حفظ کرده و این کانون‌های فرهنگی نقش خیلی، بدون اینکه ما متوجه بشیم، نقش خیلی مهمی داشتن تو اینکه حتی خود این مهاجرت خوب تر زندگی بشه. یعنی اون مشکلاتی که اشاره کردم، نه آقای هوشنگ کشاورز یه دوره‌ای کار کرده بودن راجع به کانون‌های فرهنگی در خارج کشور و واقعا آدم اونجا می‌دید چقدر ایرانی‌ها کار کردن حتی در مورد مسائل فرهنگی. امروز من مجله باران آورده بودم اینجا، البته خب مصاحبهشون با من بود و عکس رو جلدش با من بود، ولی فقط علتش این نبود، بلکه این مجله بسیار خوبه تو خارج کشور، ولی خب پراکنده است. الان بعضیا که خودشون اهل قلمن اومدن تا ما تا حالا اینو ندیدیم، در صورتی که این مجله فقط تو اروپا است. خب اونا اگر آبونه داشته باشن، اگر من بهشون قول دادم گفتم خب من میبرم اینو و اونجا سعی میکنم که بگم که کسانی که دوست دارن این ادامه پیدا کنه، ولی مشکل علی رغم همه این مشکلات ما ده ها ناشر ایرانی در خارج کشور داریم. بعد یه سری تلاشای جدید داریم برای که مثلا بچه‌هایی که دیگه زبان فارسی نمیخونن یا بخونن، یا اینکه یه شکل دیگه این کتابا ترجمه بشه. مثلا دایجان ناپلئون تازگی ها ترجمه شده بود تو فرانسه، واقعا خب خیلی خوب موفقیتی داشت. مثلا جوانای ایرانی خب پزشکا رو دعوت کردن با ایشون صحبت می‌کردن، یعنی کم کم نسل دوم یا بعدش هم نسل سوم خودشون شروع میکنن کار کردن. منتها مشکل ما اینه که بعضی موقعات اینا یعنی این فعالیت‌های فرهنگی تبدیل میشه به یک لوبی سیاسی برای جمهوری اسلامی. میدونی این نوع فرهنگ سازی باز همون استراتژی هویتی، یعنی که شما وقتی که شما میان یک به نام فرهنگ ایران، به نام اینکه من خودم یادمه که یه موقعی توی فرانسه دعوت شدم به یه جلسه که یه فرانسوی منو دعوت کرد و من اصلا فکر نمی‌کردم که این جلسه مال ایرانیا باشه. یعنی یه خانم فرانسوی تلفن کرد که من میشناختمش و گفتش که یک سمیناری هست راجع به ایران و منم گفتم بسیار خوب، قرار بود من صحبت کنم به فرانسه. وقتی رفتم اونجا دیدم که در حدود 5 6 سال پیش 7 سال شاید هم 8 سال پیش وقتی رفتم اونجا دیدم که
همه اونجان، یعنی ایرنا اونجاست و مال تلویزیون جمهوری اسلامی اونجاست و منم خب بقاله‌ای که تهیه کردم شما میتونه حد بزنید چی بوده دیگه. گفتم عجیبه اینا اینجا چیکار میکنن اینا. بعد یه دم فرانسوی نشسته بودن اینجا، بعد من اونجا که صحبت کردم خب چون دیدم اینا اینجا دیگه یکم تندش کردم، بخاطر اینکه خب برای خودم مسئله بود که من اینجا چیکار میکنم اونا اونجا چیکار میکنن، خواستم ببینم قضیه چیه در واقع. البته بعضی از استادای دانشگاه فرانسه هم بودن و البته من تو دانشگاه نیستم ولی اونا بودن و بعد یه سری هم ایرانی ها تو سالن بودن و مجاهدین بودن، همه یه گروه های سیاسی بودن، اینا هم بودن. من گفتم خدای این چه جور جمعیتی، خیلی عجیب، تا حالا این نایده بودم هم چیز رو. بعد که صحبت کردم خیلی اینا دست دادن و اینا، من دیدم این سفارتی هم دارن دست میزنن دیگه، خیلی برام عجیب. گفتم اینا چرا دست میزنن؟ چون به شدت هم دست میزدن. بعد من اولین جمله ای هم که شروع کرده بودم، چون یه آقای فرانسوی قبل از من صحبت کرد، استاد دانشگاه بود، پل بالتا، که خیلی هم آدم معروفیه، گفتش که ایران خیلی جلو اینا، شروع کرد با عربستان سعودی مقایسه کردن و دفاع کردن از جمهوری اسلامی. من اولین جمله با این شروع کردم که ایران رو نباید با عربستان سعودی مقایسه کرد، ایران رو باید با ایران مقایسه کرد، مثل اینکه مراکش رو باید با مراکش، یعنی هر کشوری رو وقتی که شما دارین راجبش حرف می‌زنین باید با تاریخ خودش مقایسه کنین. این مقایسه خیلی زشت و زننده است، نه به دلیل اینکه عربستان سعودی عقب‌تر یا جلوتر، به دلیل اینکه شما همه ما رو می‌ذارین توی کیسه به عنوان یک جهان اسلامی. بعدن هم راجع به همه هم شما خودتون محققی میدونید نباید این کاری کرد. از این شروع کردم، اونم اتفاقا بعدن معذرت خواست، ولی به هر حال ما این صحبت کردیم. بعد شما آخرش، من وقتی که این صحبت تموم شد من از این شروع کردم، بعدیدم که همه اینا دست میزنن و این حزب اللهی هم دست میزنن شهیدن و اینا. اومدم از سالون بیرون رفتم با اون آقای راستبین که بعدن معلوم شده که از لوبیای جمهوری اسلامیه، بعدن معلوم شد البته، گفتم که آقای راستبین اینا اینجا چیکار میکنن؟ و بعد شما این جلسه رو گذاشتین؟ گفت بله ما این جلسه. گفتم چرا؟ خانم فرانسوی به من زنگ زد، گفت اونا خب بالاخره ما از شرایط مختلف استفاده میکنیم که آدمایی که دلمون میخواد بیان، چون فکر کرده بود که اگه خودشون به من زنگ بزنن من نمیام. و من گفتم که خب کار خوبی نکردین آقای راستبین، من اگر که میخواستم بیام و الانم میتونستم که یک حرفی بزنم که برای شما بد بشه، ولی سعی نکردم این کار بکنم، برای که برای خودم هم سوال بود، ولی شما چرا این کار میکنین؟ گفتش که نه حالا مگه ناراضی هستین شما که آمدین حرفاتون رو گفتین؟ و گفتم باشه مسئله نیست، ولی بالاخره من باید بدونم خودم کجا میرم دیگه. وقتی که من دعوت کردم با یک اسم فرانسوی و گفتن یک گروه فرانسوی اینا، این چه جوریه الان شما این؟ گفت خب ما اسممون فرانسوی و دفترمون یک گروه اینجوری هم داریم. بعد این تموم شد و من دیدم که این ایرانا اومد با من مصاحبه کنه. گفتم عجیبه. گفتن که چقدر شما عالی بوده، شما باعث افتخار من هستین. من گفتم چرا شما این حرفو میزنین؟ چون خیلی برام عجیب بود که اینا به ما افتخار کنن. البته خب ایرانی‌ها میتونن همه جای دنیا با هم افتخار کنن، اون اصلا مسئله. بعد گفتش که برای اینکه شما یه جمله گفتین که همه دست من، من متوجه شدم اینا فرانسه بلد نیستن. بعد رفته بودن پرسیده بودن اونجا که این جمله فقط عربستان سعودی رو شنیده بودن، گفته بودن این چی گفت؟ اونا گفتن ایران رو نباید به عربستان سعودی مقایسه کرد. بعد اینا خیلی خوششون اومد، یعنی ایران گفت که شما گفتین که ایران خیلی بهتر از عربستان سعودی. خب بله که بهتره. و من گفتم ولی من فقط اینو که نگفتم که آقا خودش پس دیگه چی گفتین؟ بعد من وقتی بهش گفتم دیگه منصرف شد از اون بقیه، یعنی زفت کرده بود ولی دیگه پخش نکردن تو ایرانا. بعد گفتش که عجیبه اینا. من بعد اونجا من تازه متوجه شدم اصلا اینا زبان نمیدونن. بعدش این ماجرا گذشت و بعد از دو هفته سه هفته این آقا به من زنگ زد، گفتش که ما میخوایم ضد جنگ، منشیشون البته، زنگ زد. و بعد اونجا خیلی چلو کباب مفصل و دیگه اصلا واقعا میزی چیده بودن که من اصلا خیلی برای من عجیب بود که این هم آدم و اینا غذا میدادن اینا، مثل اینجا نبود مثلا یه دونه شیرنی از نشوخی بگرم دارم. ولی بعد گفتم بهشون که پولا رو از کجا میارین آقای راست؟ بعد گفتش که خانم شفیق این حرفا شما چی میزنین؟ ایرانی های خیرخواه هستن. گفتم نه این پولا رو شما از کجا میارین؟ گفت که نه ما الان شما گفتین سفارت و الان سفیر آمریکا هم اینجاست. راست میگفت، سفیر آمریکا بود، سفیر اسرائیل اینجا، سفیر اگر شما نمیتونین با ما چیزی بگین، چون سفیر اسرائیل هم اینجاست، یکی از نمایندگی سفیر اسرائیل هم اینجاست. گفتم ولی این دلیل نمیشه که من بخوام، چون اونا که هم دیگر خونسا نمیکنن که شما میگین مثلا حالا چون اون هست اونم هست پس ما هم باید باشیم، چه ربطی به من داره؟ من خودم باید انتخاب کنم. گفت نه میخواستم یعنی بگم که همه رو ما دعوت میکنیم، چون هم که یه گروه استراتژیک سیاسی هستیم باید سفرا رو دعوت. گفتم هیچ اشکالی نداره ولی من باید بدونم اینا رو شما نگفتین به من، اگه من میدونستم شاید میامدم.
بعد ولی بازم با خودم میگفتم که چرا اینا منو دعوت کردن، چون اینا هیچ کدوم جواب نمیداد به این موضوع که اینا چرا منو دعوت کردن. موقعی بود که رفسنجانی و احمدی نژاد داشتن با هم دیگه، یادتونه یه دوره رفسنجانی و نه ببخشید آره دیگه آره رفسنجانی و احمدی نژاد میخواستن با هم دیگه. بعد این استراتژی رفسنجانی این بودش که یه سری روشنفکرایی که تو چیز هستن، چون اونا واقعا خب می‌خواستن احمدی نژاد اینو نیان دیگه، به هر حال تو این دعواهای اصلاحات و اینا بود، بعد گفتن اینا رو بیاریم. بعد من بعدها متوجه شدم که آقای راسپین با اونا کار میکنه، ولی در همه جا این بودش. بعد وقت زنگ زدم برای ضد جنگ که شما میخوام به عنوان اینکه افتخارات ملی و اینا بیاین اونجا، و من گفتم میخوام به ما چه مربوطه این قضیه، من که اصلا معتقد نیستم جنگ میشه، جنگ که نمیشه و نشدم. و بنابراین ولی حالا به شما برای چی من بیام پر شما برسم؟ اون میگفتش که برای که شما مگه نمیخوان از سنت از ایران اینا دفاع کنید. من گفتم چه ربطی ایران به جمهوری اسلامی داره شما با شما با صحبت کردم. بعد گفتش اونم دیگه دید منو منصرف کرد و اینا، این گذشت و منم نرفتم و اینا هم یه جلسه گرفتن و اونجا ضد جنگ رفتن صحبت کردن و اینا، و یه سری هم رفتن از ایرانیا، ولی بدون اینکه بدونن که، ولی بعدها معلوم شد که اینا همش، ولی قبلا معلوم نبود. بعد وقت بعضی مدتی یک خانمی اومد اونجا، آها آذر نفیسی اومد اونجا، بعد اون به من زنگ زد گفتش که تو کجا رفتی صحبت کردی حالا اینا چه جوری بوده؟ اینا به من الان زنگ زدن از ایرنا و از یک سری از چیزای جمهوری اسلامی به من گفتن که خانم شفیق هم تو این جلسه اومده. یعنی میخوام بگم اینجوری خرج میکنن اینا این چیزا رو، فقط اینجوری. بعد به من گفتن که بیاین شما دیگه الان شما بیاین. من گفتم نه من نمیام، چون واقعا میترسیدم. بعد اینا گفتن که شما نترسین، خانم شفیق هم اومده، ما عکساشو داریم اونجا هست اینا. یعنی اصلا کسایی که به هیچ وجه برگزار کنندگان اون جلسه واقعی به طور واقعی نبودن، ولی رفته بودن به اون گفته بودن که ما گذاشتیم و اینا اومدن. و این یه تجربه جالبی بود برای من، برای که در واقع من اونجا متوجه شدم که چجوری همه چی به هم ربط داره. البته قبلا هم میدونستم، ولی اینقدر دیگه واقعا خیلی واضح نبود. یعنی اینجوریه مسئله، اینجوریه. یعنی سنت و فرهنگ و نوروز و اینا همه خیلی عالی، ولی اگه قرار باشه اینا همش به نفع یک عده بشه که بیان بر اساس اون بیان بگن که چون شما ایرانی هستین باید بیاین با ما کار کنین به خاطر اینکه در مقابل ما یک عده هستن، اینا من فکر میکنم وارد اینجور دام ها شدن اینا هم توش هست، فقط اون طرف قضیه نیست که ما هویت خودمون رو حفظ کنیم. برای همینم من بحثم گشتم رو استراتژی هویتی، یعنی وقتی هویت تبدیل به استراتژی میشه، حالا چه این استراتژی مال اسلامگرایان باشه چه مال ناسیونالیستای دست راستی افراطی باشه در فرانسه یا در اروپا، هر جایی باشه، بعد ما بتونیم راجع به این یک دیدگاه خیلی روشنی داشته باشیم، وگرنه میتونیم بیافتیم یا به این طرف قضیه یا به اون طرف قضیه. در نتیجه بله، ایرانی ها در اینجا تونستن موفق بشن، شکست های زیادی هم داشتن، یعنی به هر حال ما خودکشی های خیلی زیاد میدونیم. وقتی که اظلام کاظمیه توی فرانسه خودکشی کرد، وقتی که همین اخیراً دو سه تا جوون توی هایمای آلمان خودکشی کردن و هنوز این خودکشی این پناهنده ها خارج کشور ادامه داره، وقتی که شما میرین تو ترکیه میبینین که چه وضعیتی، من که نرفتم ولی فیلماشو دیدم، چه وضعیت وحشتناکی توی ترکیه پناهنده های ایرانی دارن که خودکشی که واقعا یعنی یه مرگ وحشتناکیه. میدونین اینا هست دیگه، ما نمیتونیم اینا رو نگیم به خاطر اینکه بگیم که، یعنی من به نظرم باید تابلو رو، یعنی تابلوی ایران الان یه تابلوی کوبیستیه، یه تابلویه که اگه بخوام به شکل نقاشی بگیم، به شکل نقاشی کلاسیک نمیتونیم بگیم، برای که باید به شکل کوبیزمه. یعنی ما هم نقطه های خیلی تاریک داریم، هم نقطه های خیلی روشن داریم. اگه بتونیم اینا رو ببینیم و بگیم، میتونیم بهتر بفهمیم که چجور باید حرکت کنیم. نمیتونیم روی روشنایی ها به شدت مانور بریم، نمیتونیم روی تاریکی ها. در مورد داخل ایران هم همینطوره، میدونیم. یعنی مثلا فرض کنیم سینمای ایران دیگه از این روشن‌تر نیست دیگه، بزرگترین موفقیت ها رو در سطح جهانی سینمای ایران داشته، درسته؟ آخریش هم خب فیلم آقای فرهادی که من خودم هم خیلی دوست داشتم. ولی آیا میشه انکار کرد که اون سینما، بخشی از اون سینما خفه شده و زیر سانسور از بین رفته؟ نمیشه که این انکار کرد. سه نفر دیگه سوال. بنابراین میگم هر دو تای این جنبه ها رو ما بتونیم ببینیم. بعد ببینیم سه نفر دیگه سوال دارن. بعد میخوایم سوالا رو بکنیم، بعد میتونیم چیکار کنیم. من دارم لیست رو میبندم، در نتیجه میدونم که سه نفر در لیست هستن، الان یه نفر دیگه اضافه شد و بعد دیگه لیست رو میبندیم که آخرین در واقع لیسته. شما بفرمایید.
بله من میخواستم یه چند تا نکته رو باز کنم تو بحث شما خیلی خیلی جالب بود. یکی این دوران انقلاب مشروطه تا ۵۷ که ما بحث کردیم چه اتفاقی افتاد یا مدرنیته تونست جا بگیره. من میخواستم اینو واقعا یه ذره بیشتر باز کنین اگر میتونین تو بحث، چون به نظر من این حرکت مدرنیته تو ایران از انقلاب مشروطه و بحث مشروع و مشروطه در دوران اون ۶۰ سالی که باید پرورش پیدا می‌کرد نکرد. و علتش این بود که دو تا حرکت تو جامعه وجود اومده بود. یه حرکت نیهیلیزم، یه پراگماتیسم که پراگماتیسمش از نظر فلسفی اومد تو آمریکا و نیهیلیزمش به ایران. و حرکت مدرنیته که به روشن فکر ایران درگیر بود که اون تا قبل از ۱۹۵۳ و مصدق، شما می‌بینید تمام حرکت‌ها سمت و سوی شناخت مدرنیته نیهیلیستی و چپه و ضد جریاناتی که حالا خیلی خوشحال شدن تو بحثتون باز کردیم. غرب به عنوان آلترناتیو لیبرالیسم اصلا تو ایران مطرح نبود، چون چپ‌ها همه مشغول این بودن که یا بتونن کمونیسم رو بیارن یا اصولاً دنبال سوشیالیسم. و این حرکت رو خب هیچ کنون از جامعه شناسای ما نیومدن باز کنن که آیا اصلا حرکت مدرنیته به اون صورتی که باید باز میشد تو ایران باز شده یا نه. اینجا خب اینو ما یه حالتی نگاه میکنیم که انگار مدرنیته فرصت داشت. خب مدرنیته چی به جهان داد؟ ۵ تا عامل اصلی مدرنیته داد. یکی آزادی کودک بود در بطنش. دو آزادی زن در مقابل مرد که بتونه مرد رو زیر سوال ببره. سه این بود که بتونه کارفرماش رو زیر سوال ببره. ۴ بتونه دولتش رو زیر سوال ببره. ۵ هم خدا شد. درسته؟ تو این ۵ تا المنت که ما تو مدرنیته میخواستیم شاهدش باشیم، تو این دوران و مشترکی که همه جهان مشغوله، حالا بحث های دیولوپمنتش اصلا بذاریم کنار که از نظر دیولوپمنت چقدر این مسائل مهمیه بر رشد اقتصادی، ولی این نکته رو من میخواستم یه مقدار بیشتر اگر ممکنه باز کنیم که ما متفکر غربگرا تو ایران تو دوران از مشروطه تا در واقع میشه گفت انقلاب ۵۷ بسیار کم داشتیم. نمیگم نداشتیم، آدم هایی مثل فردیست و آدم های شبیه اون یه سر فلسفه اصولا روشن فکر تو ایران بیشتر باز کرد. کی؟ آقا آدم های مثل؟ فردیس. فردیس خب یکی از فیلسوفای بود که فردید یا فردید؟ به نظر شما غربگرا بود؟ داشتن دیگه، این ویژگی ها رو اونا داشتن باز میکردن واقعا. حرکت های مدرنیته رو بیشتر و بیشتر باز میکردن. حالا من کلا رو یه نفر دست نمیذارم، ولی وقتی میبینیم حرکت های جامعه اکثرا آلترناتیو استاتسکو رو زیر سوال برده، مثلا فرصت به رشد مدرنیته نداره. در اینجا این یه نکته رو فکر کنم خیلی مهمه. بسیار خوبه. بله خیلی ممنون. نکته بعدی هم سر مسئله هویت. بحثی که شما سر هویت می‌کنید، من فقط اگه ممکن لطفا کوتاه‌ترش بکنید که بتونیم به بحث برسیم. بحثو باز کنید. آره بگید. بحث اوکی. نه بگید. در حال نه تو واقعا خوبه بگید. ببخشید. آیش می‌کنم. مثلا می‌ذارم بیشتر باز کنم. چون مسئله هویت، رو هویت الان با بحث مشکلات جهانی که ما داریم، مثلا هویت یه مسئله جهانی شد. شما خودتون تو بحثتون گفتید. و چیزی رو که ما دوباره باز تو محققین خودمون تو خارج از کشور اونایی که این مسئله تحقیق کردن، هویت رو اکثرا فقط سیاسی کردن. جنبه های رشدی که ایرانی ها ببینید، یه موقعی بود ایرانی ها در خارج از کشور ۴۵ هزار نفر دانشجو بودن. الان ما حدود ۴ میلیون ایرانی داریم با هزاران نوع تست مختلف که وصل به مملکت، همه هم دارن مبارزات از جهاد خانما که با لیپستیکشونه دارن انجام میدن، با تمام عرصه‌های مختلف در واقع مبارزه با ظلم هر نوع. وقتی میریم وقتی صحبت هویت رو شما میکنیم، یه چیزی بیشتر از همه چی میشنویم، باز اون هویت چپ سیاسی. یعنی چپ سیاسی که حالا خوشبختانه همه این بچه ها همه از همون دوران هم که تو برکلی داشتن مبارزه سیاسی میکردن، ولی خیلی از جنبه های مختلف هویت
باز هنوز مشخص نشده که ما چه رشدایی داشتیم این 4-5 میلیونی که خارج کشور بوده از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی چقدر رشد کرده، چقدر تونسته به جی دی پی این ممالک کمک کنه، خودش جی دی پی چقدر بوده. جی دی پی چی میشه؟ گروت دامستیک پرادا، یعنی درآمد ملی که کلن ایرانی ها خودی تمام این جنبه رو وقتی شما میکنید کنار هم مطالعه فرهنگی که ما ازش صحبت میکنیم الان باید تو این کلیت و به اضافه اون 75 میلیون یه مقدار بیشتر باز شه. خیلی ممنون، خیلی سوال بود. مرسی. خیلی ممنون شهلا جون از صحبت. می‌خواستم دو تا سوال داشتم، یکم می‌خواستم یک کامنت کوتاه بذارم. خواهش می‌کنم. بلند بلندتر لطفاً. یکی سوالم، یکی راجع به اتوریته است. مثلا تو اصلا راجع به آرنج که صحبت کردی، نه من رو هم. او نمی‌شنم خوب کرد. صدا نمی‌شنم. رو که صدا تو کم بلند نیست. آره ولی اتوریته سوالم... اتوریته سوالم اینه که اتوریته که آرنج مطرح میکنه توی به عنوان یکی از المنت‌هایی که در مدرنیته تقریبا از این رفت. خواستم ببینم که این توی کشور ما توی این بحثی که شما کردید راجع به مسئله هویت و فرهنگ این چجوری نقش بازی کرده؟ چون ما به خصوص بعضی انقلابات مشهوده که مقداری ربط پیدا میکنه به سوال ایشون، سوال دوم ایشون، مسئله که باز کردن که ما در در انقلاب مشروطه هیچ وقت مدرنیته نیومد توی ایران، بیشتر به هر حال آیدیای قانون بود که داشت مطرح میشد تا مسئله دموکراسی. اصلا دموکراسی مطرح نبود، مسئله قانون بود بیشتر، که یه قانونی حساب کتابی در کار باشه که همه در مقابلش مساوی باشن. و بعد در انقلاب مشروطه به نتیجه اتوریته همچنان برخلاف مدرنیته‌ای که ما تو غرب دیدیم اتوریته باقی مونه، یعنی اتوریته منتقل نشد به یا سعی نشد منتقل بشه به مجامعی که افراد جامعه یا شهروندان خودشون انتخاب میکردن و به این اتوریته تن میدادن. همچنان در کشور ما باقی مون اتوریته مذهب باقی مون، یا رهبران مذهبی یا شاه یا غیر و غیره. خواستم راجع به این به هر حال. بله خیلی سوال خوبی. یک سوال دومم راجع به مسئله بود که شما خودتون مطرح کردید، ادوار سعید رو مطرح کردید. چجوری بحث سعیدین و بحث ادوار سعید که فقط ادوار سعید نیست، بحث شرق به اصطلاح اورینتالیسم سعید چجوری ربط پیدا می‌کنه به مسائل مسلمان‌های، یعنی به این اسلام‌گرایی رو ساختن، این ایدئولوژی اسلامی که امروز به وجود اومده چقدر واقعا به این مربوطه، چقدر ما به عنوان جامعه ایرانی بهش توجه کردیم، اساسا روشن فکر ایرانی چقدر به این موضوع. من بحثم اتفاقا اصلا نقد ندارم به سعید، شخصا فکر می‌کنم خیلی نگاه خوبی کرده، درسته و غیره، ولی می‌خوام ببینم چرا تو جامعه ما هیچ وقت به شکل جدی مطرح نشده از هر دو طرف، چون کسایی که از اسلام گرایی به عنوان یک محصول داخلی دفاع میکنن چه اونایی که بر علیهش اقدام میکنن. بعد حالا کامنتت جان، کامنتت آره نه کامنتم بیشتر راجع به می‌خواستم یکم طولانی میشه ولی می‌خوام کوتاهش کنم. خواستم اتفاقی موضوعی که ایشون مطرح کردن راجع به انقلاب مشروطه، انقلاب مشروطه چطوری اتفاق افتاد تو ایران، مسئله سرمایه‌داری که اصلا در کشور ما سرمایه‌داری گوشه بود به هر حال نداشت در انقلاب مشروطه، خیلی خیلی محدود. شما اشاره کردی که یک طبقه متوسط بسیار کوچیکی ما داشتیم، اون طبقه متوسط هم زیاد به سرمایه‌داری ربطی نداشت، اون طبقه متوسط تجار بزرگ بودن، بخش بزرگی از خود روحانیت اتفاقا بود، یعنی طبقات سنتی جامعه ما بودن اتفاقا، ولی شهری بودن و همه دوباره به موضوع قانون با همدیگه متحد شده بودن سر این قضیه. می‌خواستم بگم که ربط سرمایه‌داری و مسئله هویت تو جامعه ما که به یک شکل و فقط جامعه ما نبوده، که چطور در جامعه ما هویت هیچ وقت یک شکل کاملی به خودش نگرفت، یا به شکل ناسیونالیسم افراطی در اومده، یا ما شدیم کمونیست شدیم هویت اصلا نداشتیم، ما هویت نداریم، ما جهان وطنیم و امروز هم که ما دوباره جهان وطنیم، ما که نه الزاما من یا خیلی از آدمایی که اینجا هستن، ولی این نگاه جهان وطنی اسلامی که دوباره هویت ایرانی من از بین میره، من میشم مسلمانم، من ایرانی نیستم، من مسلمانم. جز مشایی جانم؟ جز مشایی فکر کردم که اینم موضوع بسیار جالبیه که را پیدا میکنه مفصل. بله بله خیلی، این اصلا خوش سمینار شدم. مرسی.
ولی چلو کبابم بدن شاید یه سوال دیگه هم هست فرض بفرض خیلی ممنون شما واقعا استفاده کردید یه سوالی که من داشتم راجع به اون هویت که اول مطرح کردید یه جنبش هویت دیگه الان شکل گرفته که می‌بینید که خیلی از روشنفکرای ما یا حتی مردم تو ایران خودش حالا شاید در مقابل اسلامگرایی باشه به تاریخ 2500 ساله بیشتر خودش رو با اون تاریخ بیشتر خودش رو به قول اینا آیدنتیفای میکنن معرفی میکنن خودش رو باش که از حقوق بشر رو از اونجا میبینن از فلسفه و ادبیات رو فقط همون در یه جمله که خلاصه کلی هنر نزد ایران نست و بس و این واقعا علتش چیه؟ این یه مقابله در مقابل اسلامگرایی یا عدم نشناختن غرب و یه همون ریشه در مبارزه ضد امپریالیستی رو بده هست. مرسی، خیلی ممنون. خب سوالا که میدونی اگه بخوایم اینا رو همه رو با هم جوری که هست با هم خوبی جواب بدیم باید تا صبح اینجا با هم دیگه شام بخوریم. ولی حالا به هر حال من سعی می‌کنم خیلی کوتاه بگم چند تا، یعنی بیشتر اینه که برامون انگیزه ای باشه که بریم دنبالش که بعدش بخونیم و باز این بحثا رو ادامه بدیم. در مورد بحثی که مطرح شد سر مدرنیت که شما مطرح کردین، من توضیح بدم که اون مفهوم مدرنیت مسله شده رو که من مطرح کردم، چون وقتی که میدونین مثلا خانم مرنیسی تو غرب مطرح میکنه که مدرنیتی که دستش قطع شده، من تو اون بحثش اینه که بعد برگردن به اسلام، چون اسلام در ذات خودش دموکراتیک بوده، بعد اون قطع شده به علت مثلا استبداد، بعد برگردیم مدرنیت رو اونجا پیدا کنیم، یعنی همون چیزی که در واقع شریعتی و اینا مطرح کردن، همون ترند توی ایران هم بوده، تو کشورهای مصری، تو همه جای دنیای اسلام بوده. این جالبه دیگه که شما می‌بینید که متفکرایی که اصلا همدیگر نمی‌شناختن چجوری همه‌شون دنبال یک اسلام اولیه یا اسلام ناب می‌گردن که توی اون اسلام یک مدرنیتی بوده که اون قطع شده. بعد مال ما، من فکر می‌کنم درست برعکسه، یعنی من فکر می‌کنم که ما مدرنیتمون مسله شد به همون دلایلی که گفتم. که حالا شما این بحث رو مطرح میکنیم که 5 تا محور داشته، یعنی آزادی کودک، آزادی زن، آزادی از کام فرما، آزادی از ذلت، آزادی از خدا. من فکر کنم همه اینا توی 3 تا، یعنی ارزش‌های جهان شمول بشری، توی آزادی برابری هستش و همبستگی، یعنی میگن حالا برادری، ولی خب برادری به مفهوم عامش، نه مثلا مرد. البته چرا حالا کلمه برادری میاد؟ برای که اون موقع زنها از قانون حذفن، در واقع از اون مسئله حذفن، یعنی خواهری نمیگن. مثلا انقلاب فرانسه خب زنا به زنا حقوقی نداد دیگه، ولی باعث شد که این ارزش‌های جهان شمول بیان. و اینم غلطه که ما فکر کنیم که مثل بخشی از فمینیستای نوکلونیال که میگن که اصلا بده مهم نبوده این انقلابا، مثلا چه اهمیت داشت چون به زنا حقوق نداد، اصلا این نیست، چون یک رونده. شما مثلا فرض کنین اهمیتی که داره انقلاب فرانسه یا مثلا فرض کنین در آمریکا یا همه این اتفاقاتی که میفته یا حتی به نوعی انقلاب مشروطه در ایران که الان من باز بهش برمیگردم، اینه که یک چیزهایی رو وارد میکنه، به این معنی است که به همه چی جواب میده. ولی ما اگه بریم به این نقطه برگردیم که مثل برخی از فمینیستای پست کلونیالیستی، مثلا خانم افسانه نجم‌آبادی میگه که در ایران مثلا بعد از مشروطه یا مدرنیت در ایران اومده هتروسکسوالیته رو چیز کرد، در حقیقت دگر جنس گرایی رو حاکم کرده. چرا؟ چون قبلا ملیجکا بودن و نمیدونم تو دربار مرد پسرای جوون بودن و اینا هم جنس گرایی بوده، بعدن ما اینا. این اصلا واقعا نقض غرضه، یعنی که شما اینو نبینیم که به اصطلاح هموسکسوالیته یا در واقع هم جنس گرایی به عنوان یک امر شناخته شده یه مسئله مال مدرنیت هستن. یعنی قبل از اون معلومه که در همه جای دنیا هم جنس گرایی بوده، مگر در خود ایران؟ یا در خود ایران هم نه، در همه جای دنیا همیشه به عنوان یکی از اشکال لذت جنسی و به خصوص برای مردا، خب در مورد زنان بوده منتها مخفی‌تر، ولی در مورد مردا به عنوان یه چیز خیلی شناخته شده بوده‌تر بوده. در افغانستان همین امروز خیلی هاشون پسر معنی که تون رمان آقای بادبادک و چی بود اسمش؟ خالد حسین. خب اینا دلیل این نیستش که اونجا مدرنیته، دلیل این نیستش که وقتی که اشکال لذت جنسی به اشکال متنوعی وجود داره به همه هم میدونن و هیچ که هم صداش در نمیاره، این به معنی نیست که مدرنیته. مدرنیت به معنی همون چیزی که شما گفتین،
یعنی من خلاصش میگم دو تا آزادی، برابری، همبستگی. برای وقتی که شما آزادین، فقط آزادی از کارفرما یا آزادی از اون نیست، چون این آزادی ها چیزای سوری هست، چون آزادی از کارفرما که به وجود نمیاد تا وقتی که سرمایه، یعنی تو سرمایه داری، تو سیستم سرمایه داری شما زندگی کنی از کارفرما آزاد نیستین. ولی به طور سوری یک تصویری از جامعه ارائه میشه که در این تصویر شما به عنوان یک شهروند آزاد حق دارین که برده کارفرما نباشین، در نتیجه سندیکا به وجود میاد، حقوق چیز به وجود میاد و این مسلما پیشرفته تر از جای یک سندیکا نیست. ولی این به معنی این نیست که برابری وجود داره. اینه که این دوتا رو با هم اشتباه، یعنی در حقیقت وقتی که شما میگیم برابری آزادی برادری یا برابری آزادی همبستگی، شما یک تصویر ایدئالی رو فرا میافکنین که این تصویر ایدئال برخلاف اون چیزی که بعضی از برداشت‌های غلط از پست مدرنیت میگن و خیلی ایرانی‌ها مد شد توشون، این نیستش که خب حالا که نیست برابری پس اصلا به چه درد می‌خوره بگیم برابری؟ چون که حالا که نیست، چون که ما توی جامعه نابرابر زندگی می‌کنیم، حالا که سوسیالیسم نیست پس بنابراین به چه درد می‌خوره آزادی؟ می‌دونید این فکرا اینه که وقتی که چرا خیلی مهمه که یه جامعه بگه که ما معتقد به برابریم، این باعث میشه که بنده که میخوام برم اونجا سندیکا بزنم زندان نرم با همین راحتی. یعنی خیلی فرقه در یه جامعه که سندیکا آزاده و یک جامعه که سندیکا غیرقانونیه. اینو اگه آدم متوجه نشه، که هنوزم امروز تو بحثای پست مدرن این بحثا متوجه نمیشن، یعنی همه میان میشینن تو این سمینارا میگن چه فرقی میکنه زندان همه جو، اصلا جهان یک زندان بزرگه. می‌دونی بنابراین ما میرسیم به همون جایی که تفکر اسلامی مثلا میگن در قید حیات بود آزاد شد، مثلا حیات تبدیل میشه به زندان بزرگ، مثلا ایشون در قید حیات، یعنی کلمه در قید حیات یعنی که شما تا موقعی که زنده این در قیدین دیگه، بعد رها میشین و کبوتر جانتون میره به طرف خدا. خب اینو همینو بیاریم با الفاظ چپ وارد بحث بکنیم و اونم به اسم پست کلونیالیسم و به اسم پست مدرنیسم، برای اینکه خب این اینا همش اختشاش فکری بوده دیگه، یعنی یک سری اختشاش فکری که هیچ ربطی حتی با اون تئوری‌های اولیه پست مدرن نداشت. یعنی من یادمه که با هلن سیکسو که یکی از پیغمبران پست مدرن در کشور ما محسوب میشه مصاحبه می‌کردم. خانم هلن سیکسوس که در مورد مسئله فمینیسم و اینا خیلی کار کرده و خیلی در جمعیت فمینیستای حالا در ایران یا در اینجا خیلی به عنوان پیغمبران پست مدرن، اصلا من خودم جزو این مقوله، اصلا پست مدرنیسم وجود نداره، یک ادامه مدرنیت وجود داره، منتها برای تحقیقات دانشگاهی بد نیست که این کاتگوریا بیاد، مثلا بگن این پست اونه اون پست اینه. ما اینا رو خیلی جدی گرفتیم در زندگی اجتماعی و این غلطه. شما نمیتونین این یک، میدونین یک چیزای وجود داره در عرصه تئوریک میشه راجبش بحث کرد، ولی وقتی که میخوام بیایم وارد مبارزه اجتماعی بشیم باید فکرتون روشن باشه که دارین کجا میرین چیکار میکنین. مثلا فرض کنین آقای فوکو میاد مثلا تئوری کنترل و قدرت رو میسازه، میگه که خب به عنوان یکی یه تئوری که مسئله اینو مطرح میکنه که همه چیز در دنیا قدرته. خب مثلا بندم که با شما اینجا نشستم، من این بالا نشستم، این قدرت شما اونجایی، درسته؟ میشه اینجوری دید دنیا رو دیگه، همین الان میتونیم بگیم ما با هم یه رابطه قدرت داریم. بعد این وقتی که تعمیم پیدا میکنه به یه جایی میرسه که دیگه جمهوری اسلامی با بنده هیچ فرقی نداره، در تئوری که ابزاری که، یعنی این نوع پست مدرنی که تو ایرانیا رایج شد، یعنی که همه چی قدرت، همه جا زندانه، همه چی اینجوریه، پس بنابراین چه فرقی میکنه فرانسه هم مثل ایرانه؟ نه اصلا اینجوری نیست. یعنی میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان از هر دوتاشون ماه هم. ولی آخه این، یعنی در این حد ما دوچار اختشاش فکر شد، در این حد دوچار بعد خود فوکو که میاد مسئله قدرت رو مطرح میکنه و حالا به هر حال در مورد تئوریاش داره که به سکسوالیتی و هر چی بسیاری ممکنه حرفای جالب داشته و بسیاری حرفای غلط داشته باشه و ما دیگه فوکو دیگه تبدیل میشه به پیغمبر، دیگه نمیشه اصلا بهش دست زد. یعنی اصلا نمیشه گفت که مثلا آقای فوکو وقتی که میره در ایران و در ایران، چرا از انقلاب ایران، چرا وقتی که فوکو میره ایران میگه که روحی داره، روح ملت در خیابون داره حرف میزنه، چرا موقعی که از تئوری جمهوری اسلامی از این سوال میکنم میگه که جالبه، خیلی جالبه این اتفاقی که داره در ایران میفته و خیلی قابل تجلیله، برای که اینا ما آدم معنویت رو با مذهب آشتی بدن، معنویت رو با سیاست آشتی بدن، یعنی اینجوری میبینه انقلاب ایرانو و این یک چیز یک تمام انقلابای مدرن رو برعکس میکنه، فقط به دلیل اینکه ضد مدرنیت عاشق این پدیده میشه، یعنی دوچار این شیفتگی میشه
درصد که فوکو یک آدمی که اون همه کار کرده، این شیفتگی به مقولات، یعنی اینکه مثلا تو بری اونجا میگی که یک آدمای اومدن تو خیابون میگن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، که تمام مشکل این انقلاب این بود. آزادی که مشکلش نبود، استقلال که مشکلش نبود، جمهوری اسلامی مسئلهش بود دیگه. شما نمیتونید جمهوریت رو با اسلامیت یکی کنید. جمهوریت نابود میشه، شد، چون جمهوری اصلا منطقش با منطق مذهبی که نیست. نمیتونید بگین جمهوری مسیحی، جمهوری، نمیتونید بگین، یا جمهوری جمهوریه. ولی آقای فوکو به عنوان یک متفکر بزرگ اینو نمیبینه. چرا نمیبینه؟ برای که اینقدر ضد مدرنیته که چون درست اونجا برعکس اینه خوشش میاد، میگه. ولی دو سال، یک سال بعد، شش ماه بعدش نوشت که وقتی که سرکوب تو ایران شروع شد، نوشتش که متاسفانه اون به اصطلاح سرکوب خونی که در ایران رفت جریان داره، ربطی به اون معنویتی که من دنبالش بودم نداره. بله خب معلومه نداره، وقتی که معنویت قرار بشه با سیاست اینجوری با هم دیگه گره بخوره، خب اینجوری میشه. یعنی وقتی مذهب تبدیل به ایدئولوژی بشه اینجوری میشه. ولی فوکو این رو ندید، برای که تنها ایدئولوژی رو که میدید ایدئولوژی بودش که در اینجاست و نه در اونجاست. ولی ما چرا ندیدیم؟ حالا فوکو به عنوان یه روشنفکر فرانسوی حق داره، برای که اگزوتیزم میره اونجا خوشش میاد. ما چرا هنوز خوشمون میاد؟ ما از چی خوشمون میاد؟ ببینین، چون میدونین وقتی یه وقتی هستش لوی استراس که یکی از بزرگترین مثلا به هر حال یکی از مردم شناسان خیلی مدرن، مهمترین مردم شناس معاصره، یه مصاحبه داره. تو این مصاحبهش رو بهش میگه که شما وقتی میرین تو قبایل سرخپوستی، مثلا مرده میره مثلا سر دو نفر رو میبره و بعدم خونشون میخوره، در اون مسئله یادم نیست دقیقاً چی بوده، یعنی دارم یک موقعیت رو توصیف میکنم، خیلی با فاصله صحبت میکنیم، خیلی مثلا میگین که این به این دلیل به این دلیل. ولی وقتی که راجع به جامعه فرانسه است اینجوری صحبت میکنیم، میگه بلکه من دارم خودم اینجا زندگی و من نسبت به مسائل اینجا حساسیت دارم و من نمیتونم قبول کنم که در برای من اون بربریت نیست، من اونو دارم به عنوان یک چیز بیرونی مطالعه میکنم، ولی اینجا چیز درونی منه، من این بربریت رو نمیخوام اینجا. ولی ما برعکسش کردیم. میدونیم ما وقتی به بیرون نگاه میکنیم تو غرب همه چی رو خیلی خوب میدیدیم، اینجا استعمار، اینجا اینه، ولی به خودمون که میرسید اصلا نمیدیدیم که چه. اون برعکسه، اون به خودش که میرسه یه جور دیگه نگاه میکنه، یعنی به خودش سخت میگیره، به خودش سخت میگیره، ولی ما با خودمون آسون میگیریم، به بقیه سخت میگیریم. خب این یک روشیه که ما رو به جایی نمیرسونه. یعنی باید اول از هر چیزی که درسته گفتم هم قدرت های غربی همینو، ولی به خودمون رو میتونیم بعد بگیریم دیگه، بعد سخته، بعد این آینه رو جلو خودمون حداقل بگیریم. و این اتفاقیه که نیفتاده. در واقع مسئله نیهیلیسم و پراگماتیسم، من فکر میکنم مسئله به اصطلاح پست مدرنیسم رو باید مطرح کرد، اینکه چه تئوری های پست مدرنی در چه زمانی چه دلایلی باعث شد که این پست مدرنیسم به عنوان اینکه کلان روایت بده و حالا روایت‌های کوچولو باید بیان، یعنی که مثلا روایت‌های جهانی که مثلا سوسیالیسم یه روایت کلان میداد، میگفت مثلا طبقات نباشن، آزادی، حقوق بشر یک روایت کلان میداد، یه چیز جهان شمول. اینا بعده، ما باید بریم روایت‌های خرد و صداهای خرد بشنیم. تا اینجاش خوبه، ولی وقتی که قرار بشه این صداهای خرد تبدیل بشن به اون چیزی که فوکو میگفت، یعنی اینکه چون فقط خرد است خوبه، یعنی ارزش‌گذاری از بین بره و حقوق بشر با حقوق غیر بشر، مثلا فرض کنین یه جای سنگسار میکنن دست میزنن، بگیم خب اینم یه جوره دیگه، اینم یه فرهنگه دیگه، فرهنگای اینجوریه دیگه، و اصلا نبینیم که غرب همیشه این فرهنگو نداشته. اصلا مسئله دموکراسی خودش یه فرهنگه، غرب همیشه دموکرات نبوده، غرب همیشه دموکراسی نبوده. فرانسه قبل از دموکراسی با فرانسه بعد از دموکراسی دو تا فرهنگ متفاوت دارن. ما نمیتونیم از یک فرانسه واحد صحبت کنیم. وقتی اینا رو نبینیم و هنوزم نمیبینیم، و من فقط هم ما نیستیم، خیلی از چپای فرانسوی هم نمیبینن، خیلی از دست راستوی فرانسوی هم نمیبینن، وقتی که ما یه فکر به اصطلاح پیچیده نداشته باشیم و یه فکر ساده داشته باشیم و یک مفاهیم ساده داشته باشیم که این مفاهیم ساده به همه چی جواب بده، خب طبیعتاً همه جای دنیا دوچار اشتباه میشیم. فقط هم مسئله ایرانی ها نیست، اما در مورد اینکه خب ایرانی ها رو ما به عنوان چپای سابق یا چپای فعلی ما نمیبینیم، به نظر شما میاد که این مثلا ما نمیبینیم که این ایرانیایی که در همه جای دنیا هستن چه موفقیتایی کسب کردن و اینو به ربطش و به هویت نمیبینیم. ببینید اینجا من نمیدونم چه ربطی میتونه، یعنی در واقع مثلا ایرانیای آمریکا موفقیتایی که کسب کردن موفقیتای فردی بوده دیگه، یا غلطه؟ ها، بعد وقتی که شما اینا رو جمع میزنین میگین نه ایرانی‌ها هستن، شما اینو بهش میدین،
شما این چشم اندازو بهش میدین. مثلا فرض کنیم میایین در این جامعه میگین که چند درصد کسایی که موفق شدن ایرانی بودن، شما با این نگاه میرین پیدا میکنین میگین یه جامعه‌ای که جامعه موفقی، خب ولی کلا این جامعه تبدیل به اجزای خودش که میشه افرادن. میخوام اینو بهتون بگم، یعنی میخوام بگم که مثلا فرض کنین شما، من در سیستم مثلا انتگراسیون، در سیستم انتگریشن موافق نیستم، مثلا من موافق این موضوع نیستم که من چون یک ایرانی ام که اومدم در آمریکا حتما یک ایرانی تو پارلمان آمریکا نماینده من بهتر میکنه تا یک آمریکایی نمایندگی من. متوجه میخوام وقتی ما وارد عرصه سیاست میشیم مفاهیم باید جهان شمول بشن، نمیتونیم از هویت حرکت کنیم، مجبوریم این کارو بکنیم برای اینکه وارد فرهنگ دموکراسی بشیم. فرهنگ دموکراسی با فرهنگ سنتی فرق میکنه. من میتونم اینجا به عنوان ایرانی با شما یه زبون مشترک حرف بزنم، به این زبون کتاب مینویسم، هیچ وقت زبونم کنار نذاشتم برای که عاشق این زبونم، خب هم به فرانسه میسنم هم به این، در صورت که خیلی هم میگن اصلا به فارسی نوشتن فایده نداره، برای کسی نمیخره، کسی نمیخونه، بچه های ما هم جا و دیگه بلد نیستن، ایران هم که دیگه سانسور مال شما چاپ نمیشه، برای چی تو ادامه میدی به فارسی نوشتن؟ خب برای که دوست دارم فارسی بنویسم. خب این یه بحثه. ولی وقتی میرم وارد عرصه سیاست میشم، اگر یک فرانسوی تو جامعه فرانسه، من وقتی میرم رای میدم نگاه نمیکنم ببینم اون کسی که بهش رای میدم سیاه‌پوست ایرانی عربه کیه، من نگاه میکنم ببینم برنامه سیاسیش چیه. و این یکی از مسائلیه که در مورد به اصطلاح تو جامعه فرانسه امروز در مورد مهاجرین بحثه. چون مثلا اسلامگراها تو فرانسه الان حرکت که میکنن میگن ما اول هویت‌تر میگیریم، مثلا میگیم که ما اینقدر عربیم اینقدر مسلمونیم، وقتی که اینو گرفتیم بعد میریم مذاکره میکنیم برنامه خودمونو پیاده میکنیم. یعنی مثلا تو کانادا این هویت ملی رو تشکیل دادن، نه به عنوان موفقیت، به عنوان هویتیش کردن این موفقیت رو، بعد از این هویت دست چیز سیاسی درست کردن، بعد رفتن گفتن قانون میبریم کارتی باشه، یعنی مثلا فرض کنید مسلمونا حق داشته باشن یا با قانون کانادا باشن یا قانون اسلامی، نه اینکه فقط قانون اسلامی باشن، انت چویس، یعنی لیبرالیسم چویس، می‌دونین، یعنی همین انتخاب که خیلی الان مهم شده، فکر می‌کنن انتخاب یعنی دموکراسی، انتخاب دموکراسی نیست، چون دموکراسی سوپرمارکت نیست که شما مثلا ارزشای چیز نداری، سنگسار همون ارزش رو نداره که لغو قانون اعدام نداره، این دو تا ارزش با هم یکی نیست و لزوما اینا فرهنگی نیست، اینا به اصطلاح بربریتیه که یک فرهنگای اومدن درش اینو به عنوان یک ابزار سیاسی به کار بردن. خب من که بنابراین من چرا باید برم وارد این استراتژی هویتی بشم؟ من ایرانی ام میمونم، ولی اصلا حاضر نیستم که به من بیان بگن که تو بیا به این آقا رأی بده چون ایرانی. این دو تا موضوع جداگانه است. من وقتی وارد عرصه سیاست و وارد عرصه اجتماع میشم اون یه بحث دیگه است. من اگر ممکنه که برم به یک فرانسوی رأی بدم، ممکنم به یک ایرانی رأی بدم، ولی به خاطر موفقیت ایرانی ها نیست، چون اونجا یک زمینه دیگه است، اصلا یه چیز دیگه است. من برای همین میگم وقتی که ما میگیم راجع به ایرانی های آمریکا صحبت میکنیم، بعد ببینیم در چه موردی میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. در مورد سیاست داریم صحبت میکنیم؟ نه، من نیستم. چون به نظر من هویت و دموکراسی با هم یک رابطه خیلی پیچیده دارن. همون رابطه‌ای که در طول این بحث گفتیم. دموکراسی خودش یک فرهنگه. ما باید بتونیم این فرهنگو واردش بشیم، به معنی این نیست که سنتمون رو از دست میدیم، ایرانیتمون رو از دست میدیم. این به معنی اینه که ما وارد یک دنیای جهان شمول میشیم که توش سیاه، سفید، زن، مرد، همه اینا همون که گفتیم برابری، آزادی، غیره و اینا. من اونجا که وارد سیاست میشم این ارزش‌ها برای من مینیمم اینا هست. ملیت توش جایی نداره. و همین دلیل هم بحثی که فرزاد میگفت مثلا افتخارات ملی و اینا برای من خیلی مهمه که فرهنگ خودم جایی که با ارزشه، مثلا جایی که خوبه، من میتونم حتی نمایندهش بشم، چون من به هر حال اونو بهتر میشناسم. ممکنه یه فرانسوی باشه ها، خیلی از کارهایی که در مورد شناخت فرهنگ ایرانی در فرانسه شده فرانسوی ها کرده، عاشق ایرانم هست، فرانسوی هم هست، این کارا رو هم کرده، ممکنه از منم بیشتر کار کرده باشه، ولی منم به سهم خودم سعی میکنم این کارو بکنم، چون این فرهنگو میشناسم و دوستش دارم، درسته مال منم هست، متعلق به منم هست. ولی این که بیام بگم این بالاترینه و نمیدونم مثل قضیه‌ای که بازرگان می‌خواست تو قرآن نمیدونم انواع علومو پیدا کنه، این که مثلا بریم نمیدونم کره ما هم که برین مثلا تو قرآن گفتن که اونجا اون بوده و نمیدونم اینجور چیزا، مهندس الکترونیک هم یا مهندس نساجی هم بود، به هر حال دلیل نمیشه، میدونین؟ یعنی شما میتونین در علم به درجات بالا برسین، ولی در عرصه فرهنگی و ذهنی محبوس باشین توی سری چیزایی.
خب من تو ایرانیت هم نمیخوام محبوس بشم، ایرانیت من یه چیز پویاست، یه چیزیه که میتونه تغییر کنه، میتونه یه میدونین، ولی در عین حال یه جاییه که من تعلق دارم به اون ایران و اینو من نمیتونم انکار بکنم و مال خودم و من اونو میخوام و میخوام که متعلق به این ایران باشم، ولی اون ایرانی که من بهش متعلقم ایران حزب الله نیست و هیچ مشکلی هم نداره. ما بچهای ایرانی که اونجا بودن، بعضیشون تو آلمان، بچه تو فرانسه کمتر، ولی بچهای نسل دوم میرفتن میگفتن که نمیخوام از ایران بد بگم، برای که وقتی میگفتن مثلا جمهوری اسلامی بد و اینا، میگفتن چرا این حرفا رو میذاره، ما نمیخوام از ایران بد بگم. و تمام مسئله این بود که اینا بین ایران و اون سیاست، یعنی منظورم اینجا همین رابطه ظریفی که بین هویت و سیاست هست، این بچه چیز نکرد به خاطر راسیزمی که اونجا بهش متوجه بود، تو کله سیاهی و تو اینی و اینی، این میرفت دنبال یه هویتی میگشت که با اون مقابله کنه و اون وقت اونجا متوجه نمیشد که این وقتی بخوای وارد فرهنگ دموکراسی بشی، تقریبا وارد یک شهروندی جهانی میشی، یعنی با همه مردم دنیا برادری، با همه مردم، یعنی اونجا تازه میرسی به حالا به حضرت میخوام ما مرتکب همین چیز بشیم، بنی آدم اعضای یک پیکر هستند. البته این به معنی است که سعدی خیلی طرفدار حقوق بشر بوده، ولی خب تو این شعر هست. و بعضی هم میگن که خیلی خب حالا شما چجوری توضیح میدین که سعدی اینو گفته، پس حتما تو ایران حقوق بشر بوده. من میگم نه، ببینید شما وقتی که کار خلاقه هنری میکنین، اینو دیگه به هر حال کسایی که تو روانشناسی اجتماعی ادبیات کار کردن، کسی که مینویسه یا کسی که شعر میگه یا کسی که نقاشی میکنه از خودش فراتر میره. یعنی شما مثلا تو این مصاحبه هم اینو گفتم، مثلا شما مثلا تولستوی که یک آدم خیلی محافظه‌کار از نظر فکری و سیاسی، میاد کتاب آرنا کارنینا رو می‌نویسه، یک کتاب بسیار بسیار رادیکال از یه سری جنبه‌های، برای که هنرمند خودش وقتی که می‌نویسه، نه اینکه حالا الهام بهش میشه، نه، یک ناخودآگاه یا یک چیزی داره که شما بسیاری از هنرمندا رو می‌بینید که اصلا وقتی باهاشون می‌شینین خیلی قابل معاشرت هم نیستن. منظورم که بسیاری از رفتارهایی دارن که خیلی عجیبه، میدونی، ولی وقتی یه کارشون رو میخونی میبینی کار بهتر از خودش. برای همین من توصیه میکنم معمولا به کار قناعت کنیم و زیاد فکر نکنیم که مثلا بعضی ها فکر میکنن که وقتی با یکی بشینین مثلا خیلی خوبه، اینا اینجوری نیست لزوما. یعنی خیلی مقام اصلا شما یه آدمایی میبینین که اصلا نه کتابی نوشتن نه کاری کردن و وقتی باهاشون میشینین خیلی بهتر از اونایی هستن که اون کارا رو کردن. ولی اون کارا، یعنی منظورم آدما و کارشون، بعضی وقتا دو تا چیز یعنی وقتی کار میکنین به قول آرنت، وقتی که جلو میره تبدیل میشه به یه چیزی که دیگه از خود شما میره اونورتر. لزوما همه اون چیزایی که لزوما که شما، سعدی هم احتمالاً در یه لحظه دوچار این ماجرا شده، یعنی خیلی بهتر شده. من فکر نمیکنم خودش نماینده حقوق بشر بوده، از اون چیزای دیگه که نوشته معلومه، چون بقیه‌اش بعضیش با بعضیش نمیخونه. واقعیته بعضی های سعدی که شما میخونیم خیلی چیزای عقب مونده توش هست. بعضی میگم بعد بعضی ها میگم نه، اون خوباشو فقط بگیریم بگیم اینا ایران، نه ایران هر دوش، هر دوی اینا تو سعدی هست. منتها من اگه قرار باشه فردا بگم به یک بچه ای که مثلا این، میگم این قسمت خیلی خوبشه و این قسمت خیلی بدشه، دروغ نمی، یعنی منظورم رو دروغ نمیشه چیزی رو ساخت، رو توهم هم نمیشه چیزی رو ساخت، روی اینه که ما با گذشتمون رو به سنتمون هم نمیتونیم توف کنیم، برای که توش چیزای خیلی خوب هست. من فکر کنم اگه بتونیم به اینجا برسیم، همون کاری که فرانسوی‌ها کردن توی مثلا فرض کنیم تو رنسانس، وقتی گفتن رنسانس یعنی نوزایی، محل زاده شدن رو کجا گرفتن؟ محل زاده شدن روشنفکرای اروپایی گرفتن یونان، در صورتی که خودش تو اونجا زاده نشده بود، ولی گفت اونجا فکرایی هست که من میگیرم مال خودم میکنم. و بعد توی فرانسه که این فکر آمد، به اصطلاح رنگ فرانسوی هم گرفت. حالا ما برعکس هستیم، مثلا ما مارکسیز رو آوردیم تبدیل کردیم به شیعه چیز، رنگ خودمونو گرفت دیگه. به هر حال شوخی میکنم، این که واقعا شوخی بود، خیلی چیزای خوب من فکر میکنم مثلا ما داریم، ما فروغ فرخزاد داریم، ما ده خدا داریم، ما هدایت داریم، ما، ولی روی اینا کاری که واقعا به عنوان مدل های فکری باشه، ولی اسلامی ها این کارو خیلی کردن، یعنی واقعا مدل سازی کردن، فرهنگ سازی کردن، خب بردن، خب ما نکردیم دیگه، بنابراین یه جوری هم خودمون هم در واقع مسئولش هستیم دیگه. من تو موضوعی که امروز آیا شروع کردیم این کارو، یا فکر کنم چطور مسئله اینه دیگه. حالا یه زیاد صحبت کردم، آها سر ادوار اتوریته،
اتوریته. آره دیگه، فکر کنم تو این صحبتایی که کردم سر برابری و آزادی این سوال قانون و دموکراسی، نه من معتقد نیستم که توی مشروطه اصلا فکر دموکراسی نبوده و فقط مسئله قانون بوده. اصلا قانون موقعی مطرح میشه که مسئله دموکراسی مطرح میشه، یعنی فکر قانون و مسئله برابری و آزادی با هم یکیه. یعنی شما ببینید چه چیزی هستش که فرهنگ دموکراتیک رو، ارزش‌های دموکراتیک رو از ارزش‌های پیش دموکراتیک یا مثلا استبدادی جدا میکنه. فقط حقوق نیست که، فقط این نیستش که مثلا شما یه قانون یه حقوقی دارین، اینه که شما میتونین هم دارای حقوق باشین هم واضع حقوق باشین. یعنی خودتون هم در اینکه اینجا قانون رو میذارین مشارکت کنین، یعنی پارلمان یا مجلس یا اشکال دموکراسی مستقیم به این دلیل میشه دیگه. یعنی شما نه تنها برخوردار میشین از اون، بلکه درش مشارکت میکنین. وقتی قانون مطرح میشه و استبداد رو برقب میزنه، یعنی که شما وارد این فرهنگ میشین، وارد این فرهنگ دموکراسی میشین. منتها مسئله ای که توی مشروط قابل بحثه این هستش که اولا توازن قوا در اون زمان برای که بتونه این فکر دموکراتیک، چون خود آدمیت میگه که اصلا ایدئولوژی مشروطه ایدئولوژی دموکراتیک بوده، خب مثلا آفاری میگه که نه لزوما اینطوری نیست و چند ایدئولوژی بوده، مثلا اجتماعیون و عامیون بودن، نمیدونم دموکرات ها بودن، نمیدونم کمتر دموکرات ها بودن، مثلا همه هم خیلی دموکرات نبودن، در این شکل نیست، چند ایدئولوژی بوده به نظر من. ولی در این حال شما وقتی ادبیات دوره مشروطه رو میخونید، خب حاصل اون دوره هست که در مورد آزادی، مثلا اصلا خود کلمه آزادی یکی از کلمات کلیدی مشروطه است. نمیشه که غیر از این چیز، نمیشه اصلا گفت که فقط مسئله قانون. و قانون چه زمانی مطرح میشه؟ قانون موقعی مطرح میشه که شما به عنوان شهروند برابر و آزاد بگه همه شهروندان در مقابل قانون برابرن. اینه دیگه. و این چیز اصل مسئله مدرنیت، یعنی که آزادی بدون برابری ممکن نیست. وقتی میگم برابری، نه اینکه همه زود با هم برابر میشن، منظورم تصور برابری. وقتی برابر نیستین آزادی نمیشه. من و شما اگه با هم برابر نباشیم چطوری میتونیم آزاد باشیم؟ یعنی آزادی بدون برابری ممکن نیست، بدون اینکه آدم ها برابر تلقی بشن در برابر قانون، و همه اینا هم بدون قانون ممکن. در هرچه این نمیشه گفت که در جنبش مشروطه فقط قانون مطرح بوده، یعنی نقض غرضه در واقع. اما در مورد مسئله ادوارد سعید شرق شناسی، من فکر کنم آره، به خاطر اینکه خود ادوارد سعید که مبالغه بسیار زیاد به نظر من در این مورد کرده، به خاطر اینکه دوران اون دوران بوده، میدونید یک دورانی بوده که اون دوران میطلبیده این ماجرا رو، منتها به شکل خیلی، یعنی اون بر قضیه رو نیده که البته کتابی داره به اسم جلال علوعظم، نمیدونم کیه، متفکر لبنانیه که در مورد غرب شناسی، یعنی ضد اون چیز کرده و گفته که نه تنها سعید مبالغه کرده، بلکه اون بر قضیه رو نیده که ما شرقی ها هم با غرب همون کارو میکنیم. و چون ما به اصطلاح شکست خوردگان تاریخیم، یعنی مثلا فرض کنین کشورهای اسلامی همیشه که شکست خورده نبودن، یعنی امپراتوری عظیم بودن، خب بنابراین مسئله ما با مسئله سیاها اصلا قابل مقایسه نیست. من اینو توی مقاله گفتم، یعنی که شما سیاها رو مثلا ام اس زر میاد میگه یه مفهومی رو میاره در اون موقع که اسمش هست نگریتود، یعنی در حقیقت نگر بودن یا سیاه بودن به عنوان یک هویت. یعنی چرا اینو میاره؟ بر اساس اینکه سیاها از ابتدا بردن، بعد میریم به راسیسم میرسیم. یعنی در تمام طول تاریخ این سیاها، این سیاه بودن مثل یهودی بودن یک مارک زده به هویت اینا، میدونین چه جوری میگم؟ یعنی یک موقعیتیه که تاریخاً با اینا همراهشون بوده. مثلا یهودی ها دائما اینو دارن، به هم دلیل هم هست، خیلی از یهودی هایی هستن که کمونیستن یا اینکه بیدینن ولی یهودی هن، چون این یهودیت رو بقیه بر اینا تعیین کردن. یعنی منظورم میگن اینا یهودی هن. بقیه به اینا گفتن اینا یهودی هن، بعد اینا رو کشتن، بعد سوزوندن، بعد منظورم از عرصه زمین اینا رو میخواستن محو کنن، امروز هم میخوان بکنن در ایران. به هر حال اینا رو به عنوان یهودیت، این یک داغیه که رو پیشونی اینا خورده. سیاه هم همینه، سیاهیت یعنی اون چیزی که شما هستی. در مورد اسلام اصلا چنین چیزی درست نیست، برای که اسلام هیچ وقت هیچ جایی رو شما نمیتونید در هیچ کشوری نشون بدین که به مناسبت مسلمون بودن استثمار شده باشن.
یا برده شده باشن یا چیز شده. اسلام امپراتوریای بزرگ داشته، فاتح بوده، بعدن هم شکست خورده، ولی هیچ وقت به عنوان یه داغی رو پیشونی کسی نبوده که مثلا بیان الان سیویلیزه تمدن اسلامی نمیدونم چی از این حرفا نداشت. بعد بزنیم ما این در نتیجه نه، اونا خود اسلامگرا این داغو زدن، یعنی اونا اینو تبدیل کردن به یه هویت به اصطلاح محروم شده، مثلا چون مسلمونی محروم شدیم بنابراین از اسلام بودن بعد یه افتخار درست کنیم، پرچم درست کنیم، درست کردن دیگه، و این هویت جعلی رو ساختن، یه هویت جعلی ساختن که به نظر من تو این شخصشناسی هم یه مقداری بهشون نه خیلی، چون ادوار سعید حقا با دباشی هیچ ربطی نداشت. خب بنابراین یعنی اصلا در یه سطح فکری بود، یه معضلی رو مطرح کرد، ولی این میراثی که این گذاشته بود تبدیل شد به یک ماجرایی که دیگه الان ما نمیتونیم از توش بیرون بیاییم دیگه. به هر حال حالا مسئله سرمایه‌داری و هویت و اینا هم که دیگه اصلا هیچی دیگه، خیلی طولانی میشه بنابراین، ولی من فکر نکنم که مسئله فقط مسئله رشد کاپیتالیسم بوده. یعنی در ایران مسئله اسلامگری فکر نمی‌کنم فقط به خاطر عدم رشد کاپیتالیسم بوده. نه من اتوریته رو گفتم. اتوریته به معنی نهادهای که به اصطلاح قانون‌گذار یعنی نه، یعنی اصلا این ایده ها که اتوریته جوری که در غرب از بین رفت و تبدیل شد به اتوریته عمومی، یعنی که شهروندان در جامعه ما هیچ وقت همچین چیزی وجود نیومد. من نمیدونم که آیا رفت مستقیم تو جامعه ما بود. نه قبوله، به خاطر اون دلایلی که گفتم منم باهات موافقم، ولی نمیدونم که آیا دلیلش عدم رشد سرمایه‌داری میشه یا نه. خیلی ممنون. Thank you.